سلام به تو دانش آموز دکتر جهانی، حالت چطوره؟ جراح کلاسینا اومد، برگشتیم با یک دوره بی‌نظیر جدید، دوره TNT نکته تست زیست نهم شروع شد. آماده یا نه؟ پر ATP بیا، انفجاری شروع کردیم، با یه وله جذاب شروع کردیم. این وله جذاب زحمت یکی از دانش آموزان گلم بود، امیرسام عزیز، از تشکر میکنم. همینجا بریم پر انرژی شروع کنیم. خیلی امروز کار داریم، جلسه اول نکته تست زیست رایگانه، برای عموم آزاده، هر کسی که اومده قدمش روی سر چش ببینه جلسه رو، اگر دوست داشت تو بقیه مسیر همراهمون باشه. خیلی بچه ها کار داریم، واقعا حجم کار بسیار زیاده و زمان ما نهاشف هم باز بدا شد. میخوان سیمشو بیارم بیرون، این بر وصلش کن. آره اوکی، الان صدا رو داریم بچه‌ها. اسم سلام قطع شد. عرضم به خدمت شما که امیدوارم که پر انرژی بیاین. خیلی کار داریم، دوره سنگینی 6 جلسه است و چون زمان محدوده و حجم مطالب زیاده و باید تست حل کنیم، سوال حل کنیم، کلی تکلیف و اینجور چیزها داریم، میخوایم که پرقدرت بریم جلو و ببینیم موضوع چه قراره. سلام بچه‌ها، با سرعت اینجا داره پیام‌ها رد میشه. مرسی، من هم اسمای قدیمی رو دارم میبینم و خوشحالم. متین رو دیدم، فکر کنم یه سری دیگه بودن، سری من شدشون صحبت میکردم رفت پایین. و دوستان جدید، مائده، نجمه، به بعد علیرضا روحانیان قدیمی از رفقای گل خودمون، دوره جامعه همراهمون بود و دوستان عزیز دیگه و همگی سلام عرض میکنم. امیدوارم پرقدرت این مسیری که شروع کردیم و بریم جلو و ببینیم که اوضاع چه قراره. خب ببینید، من جزوه نکته تست زیست شناسی رو، این مربوط به جلسه صفرش هست که الان تو پنلتون هم رنگیش، یعنی هم تمام رنگی، چون یه سه قسمتش تو هر دو ورژن رنگی هست، عرضم خواهد شما تمام رنگیش و اونایی که نموداراش سیاه سفیده، که یعنی به قول معروف خانه باشه، چون نمودارا مهمه و عرضم به خدمت شما که رنگش تو چاپ بد نیفته، اونا رو سیاه سفید کردیم. ما بقیش که کلن خیلی رنگ خاصی نداره، فقط این سری مثلا آیتم های کوچولو این بر اون بر داره رنگیه. این جزوه رو واسه جلسه صفرش که الان قابل دسترسه، فقط جلسه صفر تکلیفش، تکلیف تشریحیش هست، تکلیف تستیش الان نیست، چون یه سری ادیت میخواست تکلیف تستیش به این جلسه نرسید. من اون رو براتون توی جزوه اصلی هستش، یعنی تو هم تکلیفش رو بارگذاری میکنم توی جداگونه، چون اونا یه سری بچه‌ها که خب فقط جلسه اول هستن و داشته باشن، ولی تو جزوه اصلی که کامل تا قبل از هفته آینده در خدمتتون قرار میگیره، چون آماده است، همه چیزش رو زمان گذاشتیم آماده کردیم. عرضم به خدمت شما که این این جزوه کامل داخلش تکلیف هم داخل همونه، یعنی شما لازم نیست به این کتاب دیگه تهیه کنین یا مطلب دیگه تهیه بکنین، همش داخل همون هست، مگر اینکه من یه فصلی رو احساس کنم سوالهای بیشتری نیاز داره نسبت به اون جزوه، تو اون جلسه خاص خودش یه سری یه فایلای زمینه‌ای هم بهش اضافه بکنم. حالا ببینیم اوضاع چه قرار میشه. آریانا ببین، حقیقت این که فکر کنم از بچه‌های جدیدمون هم هستی، خیر مقدم بهت میگم. از آخر شما که حقیقت اینه که 6 جلسه شاید برای نکته تست زیست یه مقدار شاید کم هم باشه، با تجربه اینکه ما دوره جامعه‌مون انقدر فول بود و کلی جلسه اضافه هم داشتیم و اینها. یکی که به توصیه میکنم که خب نمیشه، چون مثلا دروس دیگه هم هستن، شیمی و فیزیک هم هستن، ما بخوایم حجم زیست رو یه چند برابر کنیم، شما فرصت نمیکنی اصلا که این زمان رو اختصاص بدی. به خاطر همین ما استانداردمون اومدیم تو این 6 جلسه و هر جلسه هم 1.5 ساعت تقریبا کلاسه. از جلسه هایی که آزمون هم هر جلسه داریم میگیریم، ویدیوی تحلیل آزمون رو جدا از کلاس گذاشتم که ضبط بکنم که به قول معروف زمان کلاس رو نگیره و ما سر کلاس بتونیم کارمون رو انجام بدیم. عرضم بخیر شما که، ولی برای اینکه اون جبران بشه اون احساس کم بوده جلساته، من پیشنهاد میکنم که دوره سالیانه رو بگیری، آفلایناشو ببینی، این وقت اون وقت خیلی قشنگ و مول معروف جدید میشه. مرسی. میگه یکی از دوستان گلمون که اسمش هم با شما موبایل، البته گفته که ما سر کلاس شما زغمرگ میشیم. نفرمایید، ما خوشحال میشیم از اینکه شما پر ATP و پر انرژی اومدید. بله جایزه‌ام میدیم، بله
کوثر خانم پرسیدن. خیلی خوب، مرسی مرسی. بچه‌ها همچنان دارن جدید اضافه میشن و بله مطالب هشتم هم کامل بیان میشه. بله یه سری نکات مهم، یه سری نکات خیلی به قول معروف دیگه مهم و خیلی شاخصه هفتم، ولی هشتم کامل. هشتم چون مطلبش مهمه و ازش سوال میاد، مخصوصا بخش هورمونیش که قطعا ازش سوال میاد توی آزمون ورودی سمپا، واسه همین حتما مهمه. ملیکا پرسیده فیزیک؟ نه ببین اینجا داستان زیسته، فیزیک رو استاد بوربور همکار عزیزم در خدمتتون هستن. خب ما اینجا یه متن اولیه داریم که ان تو جزوهتون هست میخونید و اینها. این دوست عزیزمون که اینجا هست، این کارآموز منه، قراره که به شما کمک بکنه یه سری نکته ها رو داخل باکس مینویسه براتون که شما از این استفاده میکنین، که تو فصل اول هم چند تا این نکته داریم که این شکلی هستش و این نکاتی که داخل باکس های سبز هست رو استفاده کنین. یه سری باکس آبیه که نکته های ترکیبی رو توش گذاشتیم، یه سری باکس زرد هم هست که نکات مهم رو توش گذاشتیم که حالا اونا خیلی تعدادشون کمتر. خب بریم جزوه رو شروع کنیم با تست. ببینید قالب کلی جزوه رو با هم دیگه بخوایم یه مروری بکنیم، به این صورته که من تست رو بهتون میگم، یه جای خالی واسه نوشتن مطلبش هست، خب سعی کنید که این جای خالیه رو مدیریت کنید. اگه جا کم آوردین جزوه‌تون رو که پرینت می‌کنید یه رو سفید پرینت بکنید که پشتش رو بتونید بنویسید. خب اینا سوالات رو اینجا گذاشتیم، من از این برم که سریع‌تر بذار که البته اینم سیاه حسابه، از این ور میبرم. خب اینا جز سوالا رو اینجا میریم پایین تا آها میرسیم به اینجا، این جذابه. خب اینجا چیه؟ این قسمت از جزوه درسنامه است. خب درسنامه است که برای شما قرار گرفته، هم رنگیش هست هم سیاسفیدش. این اولش هم براتون در مورد QR کد گذاشتم برای ویدیوی خلاصه نویسی که اگر کسی هنوز یاد نگرفته خلاصه نویسی بکنه، اینو اسکن بکنه ویدیوی آموزشش براش میاد و میتونه که ارزم به خدمت شما که اسکن کنه و اونو یاد بگیره. بعد از اینجا ما اینجا کل درسنامه‌مون به صورت نموداری خدمتتون اومده، از نمودارهایی که سر کلاس جامعه گفته شده خیلی مفصل تره. باز می‌بینید نکته باکس سبز داریم، نکته زرد داریم، نکته مهم داریم، ارزم خواهش شما نکته ترکیبی داریم که این آقای دانشمندی که داره ترکیب میکنه اینجا ارزم خواهش شما که بهتون کمک میکنه و همینطور نکات مختلف هست تا میرسیم به اینجا. باز دور نکته داریم، میرسیم به تکلیف. تکالیفمون تشریحی داره و تستی که اینجا الان تشریحیش هست و یکمش هم شاید فرصت کنیم با هم دیگه امروز حل کنیم. خب خیلی کار داریم. پس کل این فایل، این تازه این فقط فایل چیه؟ جلسه امروزمونه و ببین دیگه چه خبر اوضاع. بعد جلسه ها رو بهت بگم. پاسخنامه ببین آریانا، پاسخنامه واسه تکالیف میذاریم تو جزوه اصلی هست، ولی پاسخنامه واسه سوال اصلی نیست. چرا؟ چون سوال اصلی رو این یه به قول معروف اشتباهی اگر من بخوام به شما پاسخنامه سوال اصلی رو بدم، پاسخنامه سوال اصلی رو نداری. شما بس سر کلاس توجه کنی، نکتهشو یاد بگیری و بنویسی و خودتو محک بزنی. پاسخنامه داشته باشه خب نگاه میکنی پاسخنامه‌شو. عرضم به خدمت شما که مرسی مرسی امیرعلی، خوش اومدی. مرسی سینا جان. عرضم به خدمت شما که کل جزوه سینا در دسترست قرار میگیره از قبل از هفته آینده که دیگه کلشو پرینت میکنی و راحتی دیگه. خب الانم که این جلسه صفر در دسترس شد، جلسات رو میخوام بهت بگم به چه صورتی. جلسه اول که امروزه فصل 11 یعنی گوناگونی جانداران رو بررسی میکنیم، جلسه آینده که فصل 12 نهم هست و یک کوچولو نکته های مربوط به هفتم یاخته گیاهی و عرضم به خدمت شما که هشتم تولید مثل نهاندانگان، این میشه بحث گیاهیمون. خب کل گیاهی این سه سال با تاکید بر روی نهم و هشتم چیه؟ جلسه آینده است که بررسی میشه. جلسه بعدش میشه جانوری، یعنی فصل 13 و 14 از آخر شما نهم. فقط قسمت بعدی اونم باز جانوریه، ولی چیه؟ دستگاه های هشتمه، یعنی تنظیم عصبی و هورمون و حرکت و حواس.
جلسه بعدش ژنتیکه که فصل 8 و 7 8 و کل نکته ترکیبیاش با 9م، چون نکته ترکیبی خیلی میتونه استفاده بشه و که قطعاً هم ازش سوال میاد، هم ژنتیک هم هورمون قطعاً سوال میاد. خب من ژنتیک و هورمون رو تقریبا میتونم بهتون بگم بالای 80% مطمئنم که سوال میاد ازش. هورمون رو که من اصلا میگم 100% قطعا یه سوالی که ربطی به هورمون داشته باشه هستش. خب حالا ژنتیک هم 80% میاد و بعدش میریم سراغ چی؟ آخرین جلسه‌مونم با همزیستنه که رفتارشناسیه. یه جلسه هدیه مخصوص تشریح امتحان نهایی داریم که حالا ببینیم آفلاین یا آنلاین، ببینیم به برنامه‌اش چجوری میشه براتون میذاریم. عرضم به خدمت شما که قبل از هر جلسه هم که، یعنی بعد از هر جلسه هم که تحلیل آزمون قبل از جلسه رو داریم. یعنی ما الان از این به بعد 5 تا آزمون داریم که هر آزمون خیلی مهمه، سوالای شبیه ساز توش به کار رفته. بعد از آزمون هم تحلیلش، بعد از کلاس هم تحلیلش قرار میگیره روی پنلتون که مشاهده میکنید و لذتشو میبرید. خب بله میتونید لایو آفلاین نگاه کنید، ولی من توصیه اکیدم به اینه که اگر میخوای آفلاین چیزی نگاه کنی، دوره جامعه رو آفلاین نگاه کنی، نکته تست رو آنلاین شرکت کنی که سوالاتت حل بشه و رفع اشکال بشه برات. خیلی خوب بریم شروع کنیم. عرضم به خدمت شما که خب 16 و 13 دقیقه دوباره ساعت میگشتم که ببینم. خب اوکی بریم شروع کنیم. کدام گزینه در مورد شکل مقابل درست است؟ سوال جواب بدید بچه‌ها. برخی از بیمهرگان برای فرار از دست شکارچیان خود به شکل مهره داران در می آیند. دو، هر دو جاندار مقابل داره گردش خون بسته و شبکه مویرگی می باشند. سه، این دو جاندار به علت تشابه ظاهری در آخرین طبقه بندی گروه بندی جانداران در یک گروه قرار می گیرند. آخرین طبقه گروه بندی جانداران تو یک گروه قرار می گیرند. و گزینه چهارم، وجود نوعی بافت پوششی اصلی ترین تفاوت دو جاندار مقابل است. جواب بدید، گزینه ها رو بزنید ببینم. مرسی مرسی بچه ها هنوز دارن میان. سلام سلام زهرا خانم. خب مرسی مرسی، تعداد بالاست، ترکوندیم جلسه اولی. ببینیم کیا مردشن تا پایان کار میان. خب بزنید ببینم، بیشتر گزینه دو و چهار رو زدن. بریم ببینیم کدوم درسته. خب حتما ببین محمدین، گفتم توضیح دادم، جزوه‌ای که شما می‌نویسی نکات سواله، نکات سوال رو یادداشت می‌کنی. حالا فعلا اگه پرینت اینو نداری رو کاغذ می‌نویسی بعداً وارد می‌کنی. عرضم خدمت شما که اون درسنامه‌هایی که اونجا که می‌بینی رو درسنامه، اونجا خب ندیگه اون در خدمتت هستش، استفاده می‌کنی. فقط بهش اگر نکته اضافه تر گفتیم اونجا بهش اضافه می‌کنی. خب کدام گزینه در مورد شکل مقابل درست است؟ برخی از بیمهرگان برای فرار از دست شکارچیان خود به شکل مهرداران در میان. یعنی چی رو داره میگه؟ یعنی استتار. آقا دانش آموزای قدیم من میدونن، دانش آموزان جدید من بدونند ما به انرژی تو کلاسمون چی میگیم؟ میگیم ATP یعنی انرژی. من اگه صدامو میبرم بالا پر ای تی پی شدم، پس وقتی بهت میگم پر ای تی پی باش یعنی پر انرژی باش. بیا اینجا، فرار برای فرار از دست شکارچیان خود به شکل مهره داران در میای یعنی استتار. استتار کجا داشتیم؟ تو فصل 15. تو فصل 15 میگفت که اون نوزاد اعظم فرار شما که حشرات خوش شبیه چی میکنه؟ مار میکنه که شکارش نکنن. این عبارت درستیه، ولی ربطی به این داره؟ نه، این یه کرم حلقویه که شبیه یک ماره. خب کتاب درسیتون گفته برخی از این میمهره و مهره دارم تا شبیه هم باشن. این استتار رو داره میگه. استتار ربطی به این قضیه نداره. دو، هر دو جاندار مقابل داره گردش خون بسته و شبکه مویرگی میباشن. ببین چی به ما گفته شده؟ شبکه خونی، ما چند شبکه خونی داشتیم یاد داشت کن. شبکه خونی یا بذار اینطوری بگم، گردش خون اول. این خورده قلمش رو نازک‌تر کنم. خب گردش خون دو حالت داره، یا بازه یا بسته. گردش خون باز یعنی چی؟ یعنی شبکه مویرگی ندارم. بسته یعنی چی؟ یعنی شبکه مورگی
دارم. باریکلا باریکلا، این چشمای قلبیشو بکشم. باریکلا شبکه مویرگی دارم. پس اگه شبکه مویرگی داشتم گردش خونم چیه؟ بسته است. چرا؟ چون خون میاد از سرخ رگ میریزه داخل یه شبکه ای، سیاه رگ از اون بعد چیکار میکنه؟ اینو جمع میکنه، شبکه موی رگی سیاه رگی اینو جمع میکنه، وارد سیاه رگ میشه. این خون بسته است، خون وارد باف نمیشه. اما اگه من شبکه خونیم باز باشه، خون میاد میریزه خونشو داخل باف، با مایع میان بافتی سلول ها چی میشه؟ قاطی میشه. از اون ور سیاه رگ هر چی اینجا بود جمع میکنه میبره. یعنی خون با مایع میان بافتی قاطی میشه. خونه به علاوه مایع میان بافتی چی میگن بهش؟ چی میگن بهش؟ بگو ببینم چی بهش میگن؟ بگو. لنف؟ نه، لنف مایع میان بافتیه. خونه به علاوه لنف رو چی میگن؟ میگن همولنف. همولنف ها؟ چی نداره که سعید متوجه سوالت نشدم؟ بچه کرم چی نداره؟ عرضم به خدمت شما که عرضم خواهد شما که این چیه؟ این مسیری که بسیارتون گفتم، این شبکه خونی بازه. پس من توی اونایی که شبکه مویرگی دارم گردش خونم چیه؟ بسته است. شبکه هم بسته است. خب توی مهرداران، همه مهرداران گردش خونه چی دارن؟ گردش خونه بسته دارن، یعنی همشون مویرگ دارن. کرم حلقوی هم گفته شده چی داره؟ تنفس پوستی داره. یعنی چی؟ یعنی پوستش چیه؟ پوست مرطوب با مویرگ های فراوان. باریکلا. چرا پوستش مرطوبه؟ چون مویرگای زیادی داره. وقتی مویرگاش زیاد باشه، مایع این جریان خون در سطح پوست باعث میشه که این مایع پلاسما که داخل خون وجود داره میمقداری ببینون چیکار کنه، تراوش پیدا بکنه دیگه. پوست مرطوب میشه، تبادل راحت تر میشه، چون تنفسش پوستیه. برای اینکه بتونه اکسیژن رو از سطح پوستش دریافت بکنه چه اتفاقی میفته؟ آب به قول معروف این سطح پوست مرطوب میشه، مولکول های گاز در این رطوبت سطح پوستی حل میشن و وارد خون میشن. پس من اگر پوست مرطوب داشته باشم میتونم تنفس پوستی بکنم. پوست مرطوب یعنی مویرگ های فراوان دارم. مثلا یادت بیار تو آبشوش ماهی میگفت کمان های آبشوشی داره مویرگ فراوانه. توی دستگاه شوشی خودم کیسه هوایی رو به یاد بیار، داخل کیسه هوایی یعنی خود کیسه هوایی، هر کدوم از اون کیسه هوایی دورش چی بود؟ شبکه های مویرگی بود. پس من هر جا میخوام تبادل گازهای تنفسی بکنم باید شبکه مویرگی چی داشته باشم؟ خیلی ارزم بخواهد شما که پیشرفته ای داشته باشم، که این خیلی فراوان باشه تعداد مویرگاش. پس من در سطح پوست کرم حلقوی هم چی میبینم؟ مویرگ های فراوان میبینم. پس وقتی مویرگ فراوان هم در کرم حلقوی هست هم در مهرداران هست، مویرگ فراوان نشان دهنده چیه؟ شبکه گردشه خونه بسته است. خب پس این دوتا جفتشون گردش خونشون بسته است. پس گزینه دو گزینه درستی میشه، جواب میشه گزینه دوم. اما حالا بریم ببینیم که گزینه های بعدی چرا رد میشن. نکته بچه های قدیم من میدونن، بچه های جدید بدونن که چه اتفاقی میفته. ما در سوال های زیستشناسی حتما چهار گزینه رو بررسی میکنیم. چرا؟ چون ممکنه یک زمانی یک اتفاقی بیفته، ما گزینه اول رو مثلا یک گزینه اول دوم سوم رو فکر کنیم که درسته و انتخابش بکنیم، در صورتی که گزینه چهارم یه جواب تابلو تری باشه که یهو ما باعث بشه به ما تلنگر بخوره، برگردیم ببینیم ای نکنه گزینه قبلی اشتباه کرده باشیم و چیکار کنیم جواب درست رو پیدا کنیم. پس حتما گزینه های دیگر رو باید بررسی بکنیم. خب امیر محمد پرسیده که شبکه مویرگی چیه؟ شبکه مویرگی، ببین ما در داخل دستگاه گردش خونمون یه سری رگ داریم دیگه، درسته؟ سرخ رگ و سیاه رگ. سرخ رگ رگایی که خون رو از قلب میبره به سمت اندام ها، سیاه رگ اونیه که میبره خون رو به سمت قلب، درسته؟ اگر بین اینها یه سری رگ‌های خیلی کوچولو و نازک و باریک باشه بهش میگن شبکه مویرگی. اگه بین اینها هیچی نباشه، یعنی خون بریز داخل بافت از اون ور جمعش بکنیم، شبکه مویرگی نداریم. اوکی؟ خون برای مایع میان بافتی میشه همولنف.
مایع میان بافتی اگر تجمع پیدا بکنه ما بهش میگیم لنف، وقتی که خون با مایع میان بافتی قاطی بشه بهش میگیم همولنف. خب این از این سوال، چجوری که دیدم سوالا رو جواب دادم. خب الان من بخواهم شما که چون تعداد زیاده سری سوالا پیام ها میره پایین، عرضم به خدمت شما که الان میگم الان ادمین یه لقه بیاد میگم که اینو بدم بده پایین بدم سوالی جا نمونده باشه. خب گزینه 3 گفته این دو جاندار به علت تشابه ظاهری در آخرین طبقه گروه بندی جانداران در یک گروه قرار میگیرن. آخرین طبقه گروه بندی جانداران یعنی چی؟ یعنی گونه. خب نه اینا هم گونه که نیستنش، فقط ظاهرشون شبیه همه، گونه شون که یکی نیست. پس گزینه 3 غلطه. 4 وجود نوعی بافت پوششی اصلی ترین تفاوت دو جاندار مقابل است. اصلی ترین تفاوت این دو جاندار مقابل چیه؟ مهره دارانن اینا، یعنی ستون مهره. ستون مهره چیه؟ یه نوع بافت استخوان دیگه. استخوان چیه؟ یه نوع بافت قرمز بنویسم، یک نوع بافت پیوندیه. بافت‌های پیوندی رو با هم مرور کنیم چیا بودن؟ استخوان، غضروف، چربی، خون. چی؟ استخوان، غضروف، چربی، خون، سست رشته‌ای، انواع بافت‌های پیوندی. حواست باشه. استخوان، غضروف، چربی، خون، پیوندی و پیوندی سست و رشته‌ای میشه چی؟ میشه انواع بافت‌های پیوندی. و وجود نوعی بافت پیوندی اصلی‌ترین تفاوتشه، نه پوششی. پس گزینه 4 هم غلط میشه. جواب قطعاً گزینه چیه؟ 2 هستش. باریکلا باریکلا باریکلا. خب مطالب کدوم درس هست؟ چون درس یا مطالب همه درس، چرا مطلب این اصلا عکسش دقیقاً شکل فصل 11 تون هست، مطلب هم نکات ترکیبی مربوط به این تصویر هست. ما اینجا همه چیز رو ترکیبی میگه مرور میکنیم، چندین بار مطالب مرور میشه. از رون درس ما هم میریم جلو که همه مطالب جا بیفته. نگران نباش اصلا آریانا، با من بیای جلو همه چی رو یاد میگیری. سوال 2 رو حل کنید. مریم میپرسه که همه سالیانه ها رو بخوام ببینم چند تا رو ببین. سالیانه ها 23 قسمته. خب که از این 23 یه قسمت هم ادامه 22 هم هست، در همشه 4 تا ویدیو، 24 تا ویدیو باید شما مشاهده بکنی که البته طول مدت اینها با هم دیگه متفاوت هستش. کوسر گفته قطع شد، نمیدونم حالا چیش قطع شد. اوکیه؟ خب اوکی. عرضم بخواهی شما که شما باید اگر بخوای دوره سالیانه رو مرور بکنی تقریبا، چون تا آخر اردیبهشت باید جمع‌بندیت رو انجام بدی، یعنی هفته‌ای باید حداقل 6 قسمت ببینی، یعنی هر روز باید یه قسمت ببینی، یه خورده زمانت رو باید مدیریت بکنی. خب تقریبا شما حالا روز یکی روی روز زمین هم باید قسمت‌های مهم و آخری جلسه گفتم چی هست. مثلا دستگاه ها خیلی مهمه، دستگاه هشتم حتما ویدیوشو ببینید. عرضم به خدمت شما که جلسات کلن جلسات بعد از نیم سال اول که میشه مربوط به فصل 13 به بعد هست رو کلن همه رو باید ببینید. از قسمت های اولم عرضم به خدمت شما که جنبندی ها رو حتما ببینید. اونایی که جنبندی فصل 11 جنبندی فصل 12 بوده رو حتما ببینید. دیگه اگر رسیدین ما بقیش هم اوایل و بیناش هم ببینید. خب بریم ببینیم سوال 2 رو چه کردید. سوال 2 خب بچه توی این آمار باید بزنید، بعضی ها چون اکثرا دارین این ور پیام هم میدین. یه بار صفر کن، آره براشون یه بار صفر کن. دوباره بزنید بچه ها، صفر کردم. دوباره بزنید آمارو. چند مورد از عبارت هایی در مورد کلید شناسایی دوراهی. کلید شناسایی دوراهی چیه؟ کلیدیه که معرفی کردن برای طبقه بندی جانداران. شما یه گروهی از جانداران داشته باشی با کلید دوراهی که مثلا میگه آره یا نه، اینو هیچ کار میکنی به جمعیت های متفاوت تقسیم میکنی، اینقدر میری تا به چی برسی؟ به گروه های با کمترین تعداد، یعنی گروه های تکی برسی.
خب هدف این هستش. خب بیشتر گزینه دو زدن، جالبه جالبه. خب ببینیم که چه جوریه. کلید دوراهی بر اساس صفات جانداران شناخته شده طراحی شده و برای تقویت جانداران کنونی استفاده میشه. قسمت اول، کلید دوراهی رو بر اساس جانداران شناخته شده طراحی کردیم. بله، جانداران شناخته شده کیان؟ اونایی هستند که در زمان گذشته زندگی میکردن. و کیا؟ اونایی که در زمان حال زندگی میکردن. جمله کتاب درسیتون. خب درسی کیون درسیتون. خب عرضم خدمت شما که برای طبقه‌بندی جانداران کنونی استفاده میشه. نه غلطه. برای جانداران چی؟ جدید یا فرضی. یه جاندار جدیدی پیدا میکنی یه روزی، میخوای اینو طبقه‌بندیش بکنی. خب یه چیکار میکنی؟ کلید دوراهی میذاری جلوش. یا یه جاندار فرضی، مثلا من با خودم فکر کردم، نشستم با خودم فکر کردم یه جانداری رو طراحی کردم، یا مثلا همچین شکلی داره، اینطوریه، دومش اینجوریه، سرش اینجوریه، قلبش اونجوریه. خب بعد میام بخوام میگه که همچین جانداری اگر باشه کجا قرار میگیره. خب بله، اینو میتونم با کلید شناسایی دوراهی اینو مشخص بکنم. پس چه برای جانداران جدید یا فرضی استفاده میشه، برای قدیمی ها و اونایی که زمان حال هستن استفاده نمیشه. آره خب پس گزینه اول که غلط شد. در هر مرحله از کلید دوراهی جانداران به دو گروه تقسیم میشون. به نظر درست میاد دیگه، اما حواست باشه. ما چیزی که برامون مهمه اینه که حتما در هر مرحله از طبقه بندی کلید دوراهی یک ویژگی ملاک قرار گرفته بشه، ولی حتما لزوما دوتا گروه نمیشه. مثلا یه چیزی مثل رژیم غذایی، فرض کنم من میگم بر اساس رژیم غذایی میخوام جانداران رو طبقه بندی کنم. بر اساس رژیم غذایی یا گیاهخوارن یا گوشتخوارن یا چیان همه چیزخوارن. پس ممکنه هست که سه تا دسته ببینم، چهار تا دسته ببینم. یک ویژگی ها یا اساس یک ویژگی من طبقه بندی کردم، ولی ممکنه انواعش بیشتر از دوتا گروه باشه. لزوما حتما دو گروه نیست، در هر مرحله دو گروه میشن غلطه. اگر هر مرحله نمیگفت، میگفت میتواند، درست میشه. به چون هر مرحله گفته غلط شد. پ، در هر مرحله از کلید دوراهی یک ویژگی مورد استفاده قرار میدیم. این قطعا درسته، این قطعا درسته. یک ویژگی ما حتما مورد استفاده قرار میدیم. خب ت، هر چه در این نوع از طبقه بندی جلوتر میرویم، گروه هایی با بیشترین تعداد و شباهت مشاهده میکنیم. ببین هر چه من تو این طبقه بندی میرم جلوتر، چه اتفاقی افتاده؟ تعداد کم میشه، شباهت چی میشه؟ زیاد میشه. پس بیشترین تعداد و شباهت غلطه، کمترین تعداد و بیشترین شباهت درست میشه. پس اینم غلط. جواب گزینه 3 که من دیدم این 3 نزدیک فکر کنم 17% زده بودن. خب این نشون دهنده اینه که بچه‌ها، مثلا بچه‌ای که جدید اومدن هنوز کار داره تا با این لمای ما آشنا بشن، ولی اصلا نگران نباشن. به زودی از بچه‌های قدیم هم جلو میزنید و میتره کنید. دانش آموز دکتر جهانی پرایتیپی میتره کنه سوالا رو، چون ما پرایتیپی تدریس میکنیم بهتون، شما پرایتیپی میرین سوالا رو میتره کنید. خب یه سوال شبیه ساز ما تم سوالای سمپاد مشابهش رو تو دوره جامعه حل کردیم که حالا سوال خود سمپاد بود. بریم حل کنیم ببینیم چجوریه. گفته کدام طبقه بندی برای جانداران زید درست است. بچه ها همینجا یه نکته بهت بگم، در طبقه بندی جانداران وقتی اگر به شما دادن، خب شما واقعی که میخوای جانداران رو طبقه بندی بکنی، خب واقعا روش های مختلفی هست که طبقه بندی کنی این سری جانداران رو و ممکنه چند تاش درست باشن. خب ولی وقتی تو گزینه تست بهت میده، تو باید دنبال چی باشی؟ دنبال این باشی که کدوم سوال، کدوم گزینه اهمیت مواردی که گفته رو رعایت نکرده. خب یا اهمیت رو رعایت نکرده یا تداخل داره. مثلا دو تا گروه میتونه توش یک جاندار قرار بگیره. خب اینا چیزایی میشن که غلط میکنن کلید دوراهی رو. خب پس شما تو کلید دوراهی باید این نظامه رو رعایت کنی که از بیشترین تعداد و کمترین تشابه میری به کمترین تعداد و بیشترین تشابه. اینو رعایت کنی، هر گروه یه موجود توش باشه، چند تا نتونن قرار بگیرن و ارزم بخواهد شما چی دیگه اهمیت رعایت بشه. برید ببینم چیکار میکنی. شروع کنید. آمار رو برای ما صفر میکنی ادمین جان؟ چه کردی؟
بگو ببینم آمار رو فکر کنم درست نکرد. خب آها اشکال نداره آندیا، ببین اگه درست دارم میگم اسمت رو یا تلفظم درست هست اشکالی نداره، باید دقت کنی دیگه، من همیشه توی این سوالات چند تا درسته چند تا غلطه اول درستی و غلطی هر گزینه رو مشخص کن، بعد برگرد حتما دوباره برگرد به صورت سوال ببین ازت چی رو خواسته بود. مثلا ممکنه تو اول همینجوری خوندی که نادرسته است، بعد رفتی تو صورت سوال اصلا یادت رفته که دنبال درستی یا نادرستی، حتما آخرش دوباره صورت سوال رو چک کن. کامل دیده نمیشه؟ بفهم تو تصویر که دیده میشه. آره خب من جور تصویر بودم. خب ادمین صفر نکردی برامون آمار آمار. آره خب آره مرسی. سلام سلام بچه ها، هنوز دارن جدید اضافه میشن، ATP ها بالا باشه، پر انرژی صبحان اومده، بچه های جدید سونیا اومده، فریاد اومده. خب بچه ها میتونی بیاین رو خط حل کنین، کی میاد رو خط؟ بچه ها بیاین ببینم داوطلب کی داریم، بیاد یک جوان مرد یا جوان بانو بیاد ببینیم چه میکنه. بعد رو کیفیت AMD بچه ها درخواست بدیم، موقعی که میخواییم بیاین برای حل سوال رو کیفیت AMD میاین، یه گزینه درخواست داره که از آخر شما میتونین درخواست بدیم برای حل. استاد سلام. سلام سلام حالتون خوبه؟ خسته نباشید. ممنون. اسمت چیه؟ سبحان جلیلی موحدی. به 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 سبحان جان، تازه نفس اومدی پر انرژی. خب سوال حل کن برامون سبحان جان. بله آقا. خب آقا فکر کدوم طبقه بندی زیر برای جانداران زیر درست است؟ خب و اینکه من الان آمدم زیاد در جریان سوال نیستم. هیچ اشکال نداره الان پر انرژی میدیم، ولی حتما اول صحبت های منو آفلاینشو برو ببین چون نکات مهمی گفتم. خب بله به همون اصلا توضیح دادن، تستم حل کردم، مشکلی نیستش. بریم بریم. خوبه بریم. بله کدوم گزینه شما انتخاب میکنی؟ آقا از نظر من گزینه 4 بهتره. چرا؟ نه بخش گزینه 3 گزینه 3 چون که آمده قشنگ به جنسی و غیر جنسی تقسیم بندی کرده. خب وقتش این غیر جنسی ها آمده رو به دوتایی حاکزایی قطعه قطعه شدن، من میگم این بهتره. بقیه گزینه ها زیاد از نظر من یه خود از اون حدی که باید طبقه بندی میکرده، یعنی اینکه طبقه اصول بوده خارجه، ولی خب این گزینه سه از نظر من یه خود به واقعیت، یعنی اینکه طبقه اصول درست طبقه بندی شامل کرده. خب باشه اشکال نداره، طبقه مرتب تر اومده طبقه بندی کرده. خب اشکال نداره. ببین برای حل سوال تو باید بتونی وقتی گزینه مثلا سه رو انتخاب کنی بتونی گزینه دیگر چیکار کنی، ردشون کنی، گزینه یک رو رد کنی، یه ایرادی بهش بگیر که این درست نیست. چجوری ردش میتونی بکنیم؟ توانایی فتوسنتز تو جوردنمس. آقا خب توانایی فتوسنتز چیزهای دیگه هم هستن که میتونن فتوسنتز بکنن مثل گیاهان، فقط مختص به جلبک نمیشه. توی این جاندارانه که داریم صحبت میکنیم. آها بله جلبک سبز مخمه. بله از چیزی الان به ذهن من رسیتش نمیشه چون میگم سوالو نبودم. سوال کردن تازه شروع کردیم. یه راهنمایی. ببین سوال من سوال جدید. همین الان رسیدم. اشکال نداره مرسی. ولی خوبه که پر انرژی اومدی. خوشم اومد. ببین توانه فتوسنتز میگه اگر داشته باشه جلبک، نداشته باشه میایم تو نحوه تولید مثلش. گفته دوتایی جوانه زدن جنسی. ببین این ایراد داره. چه ایرادی داره؟
تو داری یا بعد بیای ملاکت شاخصت رو بذاری چی؟ مثل پایینیه که گفتی مثلا خیلی خوب طبقه‌بندی کرده، بگی اول غیر جنسی و جنسی رو جدا کنی، بعد حالا غیر جنسی رو بیای دو شاخش بکنی و جداش بکنی. خب این اولین ایرادی که میشه به این گرفت. خب بعد اومده حالا توی جنسی زالو و حلزون رو جزء جنسی ها قرار داده، در صورتی که ما در مورد زالو و حلزون تو حداقل در سطح کتاب اطلاعی نداریم که اینا حتما جنسی باشن. میگه ممکن اینا غیر جنسی تولید مثل بکنن، خب ممکنه هست جنسی باشن، ما اطلاعات کامل نداریم و اینا رو قطعا گذاشته جزء این و حلزون رو به خاطر خون خوردن از زالو جدا کرده، در صورتی که حلزون یک نرم تنه و زالو یک چیه؟ یک کرم حلقویه و اینها تفاوت‌های اساسی تری با هم دیگه دارن تا نسبت به خوردن خون تا منبع غذایی توی طبقه بندی بی مهرگان. اینا طبقه بندیش خیلی اساسی تر و مهمتر میتونه باشه. خب پس سوال یک کلا خیلی گزینه یک خیلی کلا گزینه مناسبی برای ما نیست. گزینه دو رو بررسی کن. گزینه دو رو چرا رد میکنیم؟ قد شو یکی دیگه از اگر کسی دیگه همه بچه ها میخواد بیاد اشکال نده بیا، چون فکرم چند نفر اینجا دارن درخواست میدن میگن ما میخواییم بیایم. اگه صبحان میتونه که درخواست بده خودش. سلام استاد. سلام، خوب هستین؟ مرسی. اسم شما چیه؟ امیرعلی رنگپور هستم. امیرعلی خیلی خوش آمدی. امیرعلی جان گزینه دو رو بررسی کن برای ما ببینم. اول بگو جوابت گزینه چنده؟ صبحان گفت سه، ما هنوز نگفتیم سه درسته یا غلطه. صبحان گفت سه، شما میگی چند؟ گزینه چند میگی؟ من میگم گزینه چهار. شما میگی گزینه چهار. خب بریم گزینه دو رو بررسی کنیم ببینیم چیه قضیه. خب تو گزینه دو اول اومده به طبق یاخته طبقه بندی کرده، اول تک یاخته ای بعد پر یاخته ای. از همین اول میتونیم اشتباه رو بفهمیم، چون جلبک یه جاندار تک یاخته ای نیست. بله لزوما جلبک، ما جلبک تک یاخته ای هم میتونیم داشته باشیم، ولی لزوما جلبک تک یاخته ای نیست، اونم جلبک سبز. خب بله خب این چه باشه. بله دیگه پس این گزینه رده. یکی دیگه هم که میتونیم پیدا کنیم، یک ایراد دیگه هم اینجاها داره. یه لحظه نمیدونم اون یکی ایرادشو. به ایراد اصلی تفاوت پلاتیپوس و کاسکو در داشتن یا نداشتن بال فقط نیست، این مربوط به پستاندارانه، اون مربوط به پرندگانه. کلن تفاوت‌های مهمتری وجود داره بین اینها تا بال‌ها. خب تفاوت خیلی جذابی برای این نیست که ما بگیم چون مثلا انسان رو بخوایم از پرنده جدا کنیم بگیم اون چون بال داره ما بال نداریم. بال یه اندام جلوی پیشرفته است. این خیلی تفاوت خوبی برای جدا کردن دوتا گونه به این همه عظمت نیست. تفاوت‌های خیلی بنیادی‌تری اینجا وجود داره، مثل مثلا همون نحوه ارزم بخیرم شما که مثلا شیر دادن به بچه هاش که باعث میشه ما به اون بگیم پستاندار، وجود قدر شیری و این داستان ها. خب پس گزینه دو هم به علت این جلوکی که گفتی خیلی خوب بود، هم به خاطر این بال و بدون باله گزینه خوبی نیستش. خب گزینه سه رو بررسی کن، شما میگه چهار، جواب سه رو بررسی کن. بله گزینه سه اومده طبق تولید مثل طبقه بندی کرده، تو همین اولش گفته تولید مثل جنسی پلاتیپوس درست پستان داره ولی تخم گذاره زنده‌زار نیست. باری کلا صبحان متوجه شدی؟ صبحان که همراه ما هستی و امیدوارم نتت بس باشه. عرضم خواهد شما که ایراد گزینه سه در اینه که پلاتیپوس زنده‌زار نیست، پلاتیپوس هم تو پستان داره که تخم میذاره. خب باری کلا حالا گزینه چهار بررسیش کن ببینم. با گزینه چهار اومده طبق پروکاریوت بودن و یوکاریوت بودن طبقه بندی کرده، گفته پروکاریوت اومده عامل زنده بیماری سینه پهلو، میدونیم یه باکتریه، باکتری های هم پروکاریوت هستن، تو این اولش درسته. خب بعدش اومده یوکاریوت ها، یوکاریوت ها رو اومده طبق مصرف کننده و تولید کننده طبقه بندی کرده، میدونیم جلبک فتوسنتز میکنه، اینم درسته. باریکلا مصرف کننده رو اومده به طبق ستون مهره طبقه بندی کرده، بی مهره میدونیم زالو و حلزون به بی مهره هستن، اون وقت اومده اینا رو طبق صدف به دو گروه تقسیم کرده، اینجا هم باز درسته. اون وقت مهردار رو نوشته
دارای غدد شیری و فاقد غدد شیری. پلاتیپوس پستان داره، تخم گذاره و غدد شیری هم داره، ولی کاسکوی پرنده است، غدد شیری نداره. باریکلا. ببین پس ما مهمترین چیزی که در مورد پستانداران بعد اونو از سایر مورداران جدا میکنه بچه غدد شیریه، چون وگرنه خیلی از ما ممکن پستانداری داشته باشیم که توی آب زندگی میکنه، مثل چی؟ مثل وال، مثل نهنگ. خب پستانداری داشته باشیم مثل این پلاتیپوس که تخم میذاره. بچه پستاندارا شکل مختلفی دارن و چه تمایز اصلیشون چیه؟ وجود یا عدم وجود غدد شیری هستش. باریکلا. خیلی عالی بود، مرسی امیر محمد. آندیا پرسیده که ممکنه در طبقه بندی استثنان جدا از شباهت تعداد هم بالا بره؟ نه دیگه، ببین ما در طبقه بندی هیچ وقت تعدادمون از گروه قبلی که بیشتر نمیشه. چرا؟ چون ببین من دارم یه گروهی از جانداران دارم، خب ما یه سری گروهی از جانداران داریم، حالا میخوایم اینو طبقه بندیش کنیم. برای طبقه بندی تو باید یه قسمتی رو جدا کنیم دیگه، بگیم مثلا اینها مثلا این ویژگی رو دارن پس جزء این طبقه قرار میگیرن. یعنی نهایت اتفاقی که میتونه بیفته اینه که تو تغییر تو تعداد مثلا نداشته باشی، یعنی نتونی کلید دوراهی جدید ارائه کنی، که در اون صورت در همونجا تموم میشه. خب این ولی نمیتونه بیشتر بشه، تو نمیتونی از یه گروه دیگه یه جاندار بهش اضافه کنی، طبقه زیری از بالایی بیشتر بشه، نه همچین چیزی نداریم، همش به سمت کاهش تعداد هستش. خب عرضم به خدمت شما، بریم سراغ سوال بعدی. این سوالم حل کنیم بعد بریم یکم درسنامه بگیم. این سوال چهارم حل کنیم بچه ها بزنیم. کلاس تا ساعت 7:20 هستش که حالا یه 5 دقیقه این برون و حالا یه خورده شاید مطالب زیاد هست. چی شده دیانا؟ من سوالتو ببینم. گروه نه، فعلا گروهی نداریم. اگر لازم باشه، چون فعلا سر کلاس سعی می‌کنیم رفع اشکال‌ها رو انجام بدیم، اگر احساس کردیم که نیاز هست گروه هم می‌زنیم، مشکل نداره. فعلا گروهی نداریم. پلاتیپوس تو کتاب درستون هست بچه‌ها؟ از کوثر پرسیده، چند نفر دیگه هم پرسیده. بیا مائده. بله بله حتما متین، تو که از بچه های جامعه هستی میدونی، حتما سوال های خودتون رو پرسش و پاسخاتون تو آفلاین سایت کلاسینو حتما بپرسین، حتما جواب میدن. سلام سلام مائده خانم هستی؟ بله بله. خب خیلی خوش آمدی، بفرمایید این گوی این میدان. استاد گفته کبودرسانان میتونن جزی از کدوم گروه زیر باشن؟ گفته میتونن جزئی از گروه باشن. خب ما گفتیم که وقتی که ما بخوایم کبوترسانان رو حالا به کبوترسانان برسیم، توی تقسیم بندی یعنی تو طبقه بندی قمری ها بود، مال یک فکر کنم نمودار بود مال فصل 11، ما راسته کبوترسانان داشتیم، بعد حالا قمری ها می شدن سرده قمری ها و توی ردی بعدتری از کبوترسانان قرار می گرفتن، پس این گزینه حذف میشه. خب قمری ها پس چی هستن؟ سرده هستن یا همون جنس هستن؟ خب جنس خواهم گه جنس یا سرده. خب خود کبوترسانان چی هستن؟ خود کبوترسان ها مهره دارن. آها خودش منظورتون حواسم نبود، راست است ببخشید. راست است. بله. بعد روی گزینه دو گفته پیش هسته ای ها یا هم پروکاریوت ها. ما گفتیم که پروکاریوت ها اونایی بودن که ساختار یافته ای نداشتن، ولی کلن کبوترسان ها شاخه مهره داران قرار می گیرن و مهره داران یوکاریوت بودن. خب پس اینم نیست. بله. بعدی گفته کبوترها هم گفتیم که وقتی که کبوترسانان راسته بودن کبوترها میشدن جزء خانواده تیره، پس این هم حذف.
و گزینه چهارم هم گفته بود که تنابداران که همون تناب عصبی داران هستن. ما گفتیم که مهره داران همشون تناب دارن و این خاصیت که اونا رو متمایز کرده از بقیه. باریکلا، مرسی، ممنونم ازت، خیلی خوب و کامل گفت. ولی من میخوام از این فرصت استفاده کنم اون کلن داستان پرنده ها رو یه بار دیگه با هم دیگه بریم. بچه ها ببینین، پیش هسته ای ها یا پروکاریوت ها، مرسی مائده، خیلی عالی بود. پروکاریوت ها یک خودشون یک فرمان روی چی هستن؟ مجزا هستن، خودشون یک فرمان روی جدا. یعنی ما اگر کل جانداران حیات رو بخوایم بررسی کنیم، اینا میشن چی؟ 5 تا فرمان رو که چیا هست؟ باکتری یا همون منظورمون پروکاریوت ها هستن، ما چون از پروکاریوت ها فقط باکتری رو میشناسیم، اینو به عنوان باکتری ها میبریم ازش. بعد میشه آغازیان، قارچا، ارزم به خدمت شما که آغازیان، قارچا، جانوران و گیاهان. درست؟ گیاهان، جانوران، قارچا، آغازیان و باکتری. خب عرضم به خدمت شما که اینا میشن فرمان روهای ما. پس پروکاریوت ها کلن پیش هسته یا کلن یک فرمان روی جدا. ما الان داریم تو جانوران صحبت میکنیم و فرمان روی جانوران. حالا فرمان روی جانوران میاد، اولش چی میشه؟ تبدیل میشه به یه دو شاخه. خب دو شاخه‌ای که بر اساس چیه؟ نوعی بافت پیوندی، یعنی ستون مهره اتفاق داره میفته. اینجا چی پس نقش داره؟ ستون مهره یا نوعی بافت پیوندی. چی میشه؟ میشه مهره داران و بی مهره ها. به بچه های کلاس عرضم بخواهم شما جامعه این رو گفتم که مهره داران چرا اصلا ستون مهره میسازن؟ به خاطر اینکه از ارزم به خدمت شما تناب عصبی که دارن محافظت بکنن. در حقیقت از نظر علمی مهره دار و بی مهره زیر شاخه محسوب میشن. خود شاخه اصلی جانوران تناب داران و غیر تناب داران تقریبا میشه گفت که وجود داره. یعنی شاخه به نام تناب داران داریم که زیر مجموعه اونها میشن چی؟ به قول معروف مهره داران. خب پس ما مهره داران یه جوری زیر شاخه محسوب میشه. ولی به طور کلی حتی اگر اینم ندونیم، از اونجایی که مهره داران میدونیم که تناب عصبی دارن، پس جز گروه تناب داران که خوش از خود پرنداز گفته تناب عصبی داران منظورمون هست، قطعا جز همچین گروهی میتونن قرار بگیرن. حالا میریم جلوتر از مهره داران که به عنوان شاخه، شما شاخه بلد باشین، شما زیر شاخه لازم نیست بلد باشین، شما باید شاخه بدونین. از شاخه که میریم جلوتر چه اتفاقی میفته؟ رده به وجود میاد. چند تا رده داریم؟ 5 تا رده داریم. درست؟ 5 تا رده وجود داره که یکی از این رده ها میشه چی؟ پرندگان. خب از این پرندگان راسته چی داریم؟ راسته کبوتر سانان داریم. کبوتر سانان. خب از این کبوتر سانان ما چی داریم؟ عرضم بخواهم شما که خانواده کبوترها رو داریم. از خانواده کبوترها میریم سراغ جنس قمری ها. جنس یا تیره قمری. از قمری ها میریم سراغ گونه چی؟ قمری خانگی. باریکلا. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی. پس این پرنده ها رو، این قمریه رو، این به قول معروف کبوترسان و کبوتر و قمری و قمره خانگی و فلان و اینا رو باید چندی ما برای خود بنویسی. تا ننویسی یاد نمیگیری. بیا بگو آقا اینا، این زنجیرش، این طبقه بندیش، این کلید دوراهیش چه شکلی بوده. بعد حتی بیا به اون شکلای کتاب دقت کن، ببین مثلا منقاراشون اون اول که همه پرنده منقارای مختلفه، ولی وقتی میاد توی مثلا کبوترسان دیگه منقارا چی شده؟ شبیه به هم شدن. بعد میری توی متن کتاب درسی میبینی که اساس طبقه بندی، یکی از اساس طبقه بندی پرندگان چیه؟ نوع منقارشه که بر اساس نوع تغذیهش مشخص شده. پس ببین چقدر نکته تو زیست وجود داره. برای اینکه زیست خوب بفهمی، دانش آموزان جامعه میدونن، دانش آموزان نکته تست بدونن که ارزم خواهد شما باید تمام نکات داخل کتاب، تصاویر، نوشته ها، زیرنویس ها، جدول ها، آیا میدانید همه رو
خوب یاد بگیری، نه اینکه حفظ کنی. ما اینجا چیزی رو حفظ نمی کنیم، ما میفهمیمش و هر جا نفهمیدیم از من میپرسین. بچه‌ها بارها گفتم سر کلاس اشتباه بکنیم هیچ ایرادی نداره، سر کلاس اشتباه کنیم یاد بگیریم. چرا؟ چون مهمترین مرحله یادگیری فراموشیه. من اول باید یه بار یه چیزی رو فراموش کنم تا دوباره خوب یادش بگیرم. مثلا میخوام یه مسیر رو برم تا سر کوچه، یا سر کوچه حالا نه، مثلا میخوام برم یه قول معروف خیابون دیگه ای و اون مسیر رو یه بار برم اشتباه برم گم بشم بپرسم مسیر رو و دوباره برسم به مقصد، دیگه قطعا فراموشش نمیکنم. سری بعدی میدونم چه مسیری رو برم. الان هم این کلاس نکته تست همینه، آخرین شانس تو برای اشتباه کردن و فهمیدن گیروگوراته، کجاها مشکل داری، کجاها رو خوب هنوز درک نکردی و اونجا رو بهتر کنی و تبدیل نقطه ضعفت بشه نقطه قوتت. خب پس با این نموداری که من کشتم دیگه نه از سوال پرنده بیاد تو اشتباه بزنی. فصل 11 زهرا. خب بریم سراغ یک کوچولو چی حل کنیم. مشکی کلا نمیاد با من لج امروز. میریم از اینجا پایین، میریم سراغ یک درسنامه پر رو قوی. گفتم بچه ها این کیو آر کد رو اسکن بکنید چی میشه؟ فیلم خلاصه نویسی براتون میاد که یاد بگیرید. خلاصه نویسی اگه کسی میخواد انجام بده و هنوز بلد نیست، اینجا یاد بگیره حسابی عالی انجام بده. خب بریم سراغ یک دوره سرعتی. بچه‌ها دوره‌های جدول‌های نموداری من خوراک چیه؟ خوراک روزهای پایانی و جمع‌بندی شما برای امتحانه. این جزوه نه اینکه بذاریش تا اون موقع، نه، از الان شروع کن. هر روز که واسه خود بودجه بندی می‌کنی، مثلا در طی یک هفته حداقل سه روز باید زیست بخونی، حداقل. یعنی اگه هر روز نخونی حداقل سه روز باید بخونی. توی اون سه روز این نمودارها رو سریع مرور می‌کنی و توش چی میشه؟ نکته ها میاد جلوی چشمه. وقتی سوال میبینی میگی آها این اینجا این نمودار بود، آها این نکته اون پایین اضافه کردم، آها این نکته رو تو فلان تست دیدم و بعد نکتهش رو اضافه کردم. و نکته بعدی مهمه دیگه که الان گفتم، اگر تستی میزنی، سوالی میزنی، چه از منابعی که من دادم چه از منابعی که خودت داری و نکته سوال رو یاد میگیری، اون نکته رو خواهشاً وارد این نمودار بکن، وارد نمودار بکن تا تک منبعی بشی. از چند منبعی شدن باید فرار کنی، بعد به تک منبعی شدن برسی که بتونی بارها مرور کنی. توی 20 روز آخر باید 40 بار اینا رو مرور کنی. پس در نتیجه این راحت ترین کار هستش و باعث میشه سرعتت بری بالا. ببین چه جوری اینا رو مرور میکنم. در جهان خلقت تعداد بسیار زیادی از جانداران زندگی میکنن، هر کدوم ویژگی و مشخصات خاص خودشونو دارن. زیستشناسان به منظور مطالعه و استفاده از جانداران چیکار میکنن؟ آنها رو در گروه های متفاوتی قرار میدن. پس من چرا طبقه بندی میکنم؟ هدف از انجام طبقه بندی چی میشه؟ هدف چی میشه؟ مطالعه و استفاده. ببین حال کن، نکته است. یکی از روش هایی که برای طبقه بندی جاندار استفاده میشه، یکیش، نه همش، نه فقط، یکیش، یکی از روش هایی که استفاده میشه چیه؟ کلید شناسایی دوراهیه. اینجا آستینم کشیده این رنگی شده. خب تو هر مرحلهش بر اساس یک ویژگی، مخصوص دانش آموزایی که میگن آروم بگو، بر اساس یک ویژگی و بر اساس چی؟ صفات جانداران شناخته شده. یعنی کیا؟ یعنی اونایی که گذشته و حالن. برای چی استفادهش میکنم؟ برای شناسایی جانداران جدید و فرضی. اون جانداران که جدید میرم یه جایی رو کشف میکنم، یه غار رو پیدا میکنم، یه جنگلی رو پیدا میکنم، یه جاندار جدید پیدا میکنم، میارم یا تو بال کدوم گونه ای، میذارمش جلوی کلید شناسایی دوراهی، میرم جلوتر. تو بال داری، بال نداری، شاخ داری، شاخ نداری، تاجک داری، تاجک نداری، همینجوری میام جلو، میرم تا برسم به گونه ای که هستش. پس جاندارم جدیده. یا اینم که مرض دارم. یعنی چی؟ یعنی دنبال یک جاندار فرضی واسه خودم خلق میکنم، میخوام ببینم همگونه ای کی میشه. اون وقت میشه چی؟ این. ببین تک تک کلمات کتاب رو برات یه کاری میکنم تو ذهنت بمونه. خب بیا اینجا. خب بله، طبقه بندی جانداران. طبقه بندی جانداران گفته که بریم خود تاریخشو بدونیم چه جوریه. این اولش نگفته. چندین قرن پیش دانشمندان جانوران و گیاهان را
خب از آخر شما که فقط بر اساس چی انجام میدن؟ صفتهای ظاهری گروه بندی میکردن. این صفت ظاهری چجوریه؟ این گیاه من چه شکلیه؟ جانور من چه شکلیه؟ عرضم به خدمت شما که اینا رو بررسی میکردن. ارسطو که فیلسوف یونانی بوده میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا جانوران و گیاهان رو من هر کدوم به سه دسته تقسیم میکنم. دسته اول آنها که در خشکی راه میروند بهشون میگه خشکیزی. اونایی که تو آب شنا میکنن میشه آبزی. اونایی که در هوا پرواز میکنن میگه پرندگان. و کل جانوران رو چی میدونه؟ پرنده، آبزی، خشکیزی. به این پرنده تو بعضی از کتابای قدیمی گفته شده حوازی. خب اصطلاح حوازی چون امروز حوازی یه معنی دیگه ای داره، اینو از کتاب درسی این اصطلاح حذف شده. ولی تو کتابای قدیمی مثلا مثل اونایی که هنوز آپدیت نکردن درس نامه هاشون حالا اسم نمیبره. عرض بخواهم شما که این اتفاق میفته. گیاهان رو طبقه بندی کرد. گیاهان رو بر سه طبقه طبقه بندیشون کرد. علف ها، درخچه ها، درخت ها. یعنی چیه ملاک؟ ارتفاعشونه. علف، درخچه، درخت. ارتفاع ملاکه. پس اینجا ارتفاع ملاکه، شاخص طبقه بندیمون چیه؟ ارتفاعه. اینجا چیه؟ محل زندگی. حواست باشه. صبحان پرسیده که تحصیلات من چیه؟ ببین من دیگه فکر کردم که منو میشناسی اومدی، ولی اشکال نداره. من دکتر جهانی هستم، جراح کلاسینو، متخصص زیست شناسی. از آخر شما هفتم تا دوازدهم من تدریس میکنم، مدرس مدارس سمپاد و ارزم خواهر شما آموزشگاه برتر تهران هستم، مدرس پروازی شهرهای ارزم خواهر شما کشور هم هستم، چندین شهر در حالا جنوب استان کرمان و غیره. و عرضم به خدمت شما که حدود بیش از 10 سال که دارم تدریس میکنم و خودم هم تحصیلاتم دکترای عمومی دامپزشکی رو دارم و دارم برای جراحی دامپزشکی تحصیل میکنم. خب پس عرضم به خدمت شما که با منم آشنا شدی، استراحت هم شد، برگردیم بریم سر سراغ درس. من علتی که اولش نگفتم چون فکر کردم که دیگه رزومه منو تو سایت کلاسینو خوندید بچه‌ها و خواستم که زمان رو هدر نکنیم سر این داستان. خب ولی الان استراحت شد، خوب شد. نکته خب نپره. نکته شناخت بیشتر جانداران علاوه بر صفتهای ظاهری، ببین با شناخت بیشتر جانداران علاوه بر صفتهای ظاهری به ساختارهای داخلی پیکر جانداران توجه شده. ببین پس ما وقتی ما هم جانداران رو بیشتر میشناسیمشون دیگه فقط ملاکمون چیه؟ فقط ملاکمون صفت های ظاهری نیست و میریم سراغ ساختارهای چی؟ داخلیش. حالا وقتی رفتم سراغ ساختارهای داخلی و خواستم طبقه بندی انجام بدم، یه جاهایی میرسه که ساختارهای داخلی هم باز مشابه هم میخوام طبقه بندیمو ریزتر بکنمش، دقیق تر بشم، میرم سراغ چی؟ میرم سراغ شباهت مولکول های تشکیل دهنده یاخته ها. یعنی کیا؟ یعنی مولکول های بگو مولکول های عالی با الف، نه عالی با عینی که تو هستی، عالی با الف. مولکول های عالی با الف چیان؟ بگو سریع، تون سریع بگو. باری کلا کربوهیدرات، پروتئین، لیپید و اسیدهای هسته‌ای. حالا از بین اینها کدوم هاش بس ما مهمتره؟ کدوم هاش برای ما ارزم به خدمت شما ارزش بیشتری داره؟ پروتئین و اسید هسته‌ای. این دوتا خیلی برای ما مهمتر هست تو طبقه بندی. دیانا هر چیزی که لازم داشته باشی برای زیست شناسی پایین نهم و آزمون ورودی سمپاد رو به تدریس میکنم، ولی مثلا نمیدونم این فصل اول که میگی منظورت اگه شیمی هست؟ نه اون تو بخش من نیست. باریکلا بچه ها خوب جواب میدن. خب امروز در نوعی گروه بندی همه جانداران رو به 5 سلسله اصلی تقسیم میکنن. 5 تا فرمان رو، 5 تا سلسله اصلی: جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان و باکتری‌ها. بسیار بریم جلوتر. خب ما امروز نام علمی به کار میبریم دیگه، مثلا میگیم استرپتوکوکوس نومونیا، یا میگیم استافیلوکوکوس اورئوس، یا مثلا میگیم که عرضم به خدمت شما که
هیومنیوس نئاندرتالیس. خب اینا چی هن؟ اینا نام های علمی هستن، نام های علمی هستن که ما امروز به کار میبریم برای جانداران مختلف. خب این نام های علمی بچه ها چیه؟ تشابه نام های به قول معروف ما توی زبان های مختلف، مثلا شما میری توی قومی، مثلا چه توی مثلا جنوب اسپانیا ممکنه به یه چیزی بگن آرمادیلو که مثلا تو چین به یه موجود دیگه میگن آرمادیلو. خب و این دو تا آرمادیلو یکسان باشه هم دیگه. یا مثلا آفتاب پرست، آفتاب پرست توی قوم های مختلف به موجودات مختلفی گفته میشه، توی گویش های مختلفی به موجودات مختلفی گفته میشه. ما برای اینکه اشتباهات رو نکنیم، برای اینکه یه کلمه‌ای نگیم، یه حرفی نزنیم، یه اسمی نبریم که تو مجامع علمی دچار اشتباه بشه و مثلا فرض کنن که یه موجود دیگه رو مد نظر داریم قرار میدیم، اونم چیکار کردن؟ گفتم خاطر تشابه گونه‌های مختلف در زبان‌های مختلف پیشنهادهای اسم‌های علمی شد. اسمایی که چی باشن؟ اسم‌های اختصاصی باشن. پس ما دنبال اسم اختصاصی بودیم. بعد میگه که قبل از این آقای لینه که این داستان زیست شناس سوئدی و این داستان ها، اسم‌های دو قسمتی یا سه قسمتی هم مدل‌های دیگه هم ارائه شده بوده، پیشنهاد دیگه هم ارائه شده بوده. اما لینه که یک زیست شناس سوئدیه میاد چیکار میکنه؟ میاد یک طرحی رو ارائه میکنه که همه عرضم بخواهم شما که اون به قول معروف یه طرحی رو ارائه میکنه که کسی ازش دیگه نمیتونه رد بکنه. طرحش چی بوده؟ میگه که نام دو بخشی که از جنس به علاوه گونه است. از اونجایی که ما همیشه تو سطح گونه که داریم میگیم کمترین تعداد و بیشترین شباهت رو داریم توی اعضای به قول معروف همینجور طبقات که میایم پایین تر، دیگه تو گونه قطعا همه موجودن، همه یک به قول معروف ویژگی دارن که حالا تعریف گونه رو میگیم چیه. خب همه یکی هست. بس وقتی که ما گونه رو میدونیم چیه و حالا اسم گونه ها ممکنه با همدیگه توی مال معروف گروه های مختلف شاید یکسان باشه، ولی وقتی گونه رو میذاریم کنار جنسش که از قبل هست دیگه اشتباه نمیشه. پس حتی ممکنه توی این گونه و جنس یه جایی تشابه بین اسم گونه ها و اسم جنس ها باشه، ولی وقتی گونه کنار جنس قرار میگیره دیگه امکان نداره همچین ترکیبی شبیهش رو واسه هیچ جانداری ببینیم. پس اینا جداگونه مجزا میتونن مشابه باشن تو جانداران مختلف، ولی کنار هم که قرار میگیرن چی میشن؟ یه اسم اختصاصی میشن و مختص هر گونه هستن، احتمال اشتباه شدن نداره. ترتیب طبقه بندی که بعد از این قضیه به وجود اومد، چون لازمش این بود که این طبقه بندی باشه که این نامگذاری صورت بگیره، اینه: سلسله، شاخه، رده، راسته، خانواده یا تیره، جنس یا سرده و گونه. پشت سر هم اینا رو باید یاد بگیری ترتیبشون رو، سلسله یا فرمان رو، شاخه، رده، راسته، خانواده یا تیره، جنس یا سرده و گونه. خب اینا رو باید پشت سر هم تکرار کنی تا یاد بگیری. بعضی میان اول اینا رو کنار هم میچینن، اینا حقیقت چیز قشنگی از توش در نمیاد. من خواستم چند بار این کارو بکنم، دیدم چیز قشنگی از توش در نمیاد. همینا رو یاد بگیری بهتره، وقتتو تلف نکنی. یکی از دوستان اینجا یه حرفی زدم، من داشتم چون حرف میزدم دیگه گفتم کلامم به پایان برسه، حرفی زد که من حقیقت خوشم نمیاد. ببین اصلا نترس، گفت من از این سوالا ترسیدم و فلان. اصلا نترس، ببین سوال هیچ ترسی نداره. ترس ما از چیزایی که نمیدونیمشون. ما تو زندگی از چیزی میترسیم که نمیدونیم، از آینده میترسیم چون نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته. ولی زمانی که تو احتمالات رو برای خودت کم کنی، دانسته‌هات رو زیاد کنی، مهارتات رو افزایش بدی، حتی آینده هم برای تو دیگه ترسی نداره، چون تو به خودت ایمان میاری، تو دیگه مطمئنی که هر چالشی جلوت بذاره از پسش برمیای. تو الان ممکنه تسلط نداشته باشی، نگو میترسم، بگو تسلط ندارم. پس چیکار میکنم؟ پس میشینم درس میخونم، پس حرفای دکتر جهانی رو گوش میدم، پس ویدیوهای آفلاین رو میبینم، پس تست میزنم، تمرین میکنم، تکرار میکنم. مهمتر از همه چیز سوال میپرسم، ایراد خودم رو سوال میپرسم، نمیذارم دکتر جهانی از سوال رد شه، انقدر سوال میپرسم تا سوالمو جواب بده. خب سوال میپرسم و نمیذارم رد شه و میذارم یاد بگیرم و مفهومی برام جا بیفته تا جایی که تسلط حاصل بشه، تا یه روزی این سوالا رو مثل آب خوردن جواب بدم. خب پس هیچ کدوم از دانش آموزای من به امید روزی که هیچکی نگه که من میترسم، پر انرژی و پر قدرت با هم میریم جلو، من پشتتم تا دقیقه آخر کنارتم و با هم دیگه زیست رو میتره کنیم. اصلا نگران نباش. خب
بله بله ما این سوال ها رو داریم بر اساس ویدیوهای آفلاین، منظورم ویدیوهای آفلاین دوره جامعه بود. عرض می خوام شما که این ما بر اساس چی داریم میگیم؟ بر اساس یکی از سوالی که بچه ها پرسیده که گفته که اینا بر اساس سوالای سمپاد. بله ما بر اساس سوالای سمپاد یه جوری میریم جلو که من چون خودم سالیان سال هم دانش آموز سمپاد بودم، هم بیش از 10 سال دارم تو سمپاد تدریس میکنم و توی به قول معروف طراحی سوال و به قول معروف مؤلف آزمون‌های فورتیک و قلمچی و خیلی سبز و خیلی جاها بودم و به خاطر همین قضیه سوال ها دیگه تو چنگمه، یعنی دست طراح برات رو میکنم و یه کاری میکنم که تو خودت بشی طراح. حالا یکی از تکالیف جالبمون هست که با هم دیگه میرسیم آخر هر فصل، من ازت میخوام تو برای من سوال طرح کنی. وقتی تو بشی طراح سوال، وقتی تو به اون تسلط برسی که بتونی سوال طراحی کنی، مطمئن باش دیگه کسی نمیتونه به تو سوالی بده که نتونی حلش کنی. خب سوال از من آیدی پیجم روی چیز هست، روی جزوه هستش. خب بریم سراغ ولی گفتگوی آفلاین کلاسینو هم فضای خوبی هست. اونجا بیشتر استفاده بکنیم برای پرسش و پاسخ، اونجا خیلی خوبه. عرضم بخواهد شما که خب توی این طبقه بندی به ترتیب از بالا به پایین کاهش جمعیت رو داریم، یه هرچی میگیم پایین تر جمعیت گروه ها داره کم میشه، شباهت هر گروه داره زیاد میشه. از پایین به بالا که میریم چه اتفاقی میفته؟ افزایش جمعیت میبینیم، گروه ها داره تعدادشون بیشتر میشه، تفاوت ها هم داره افزایش پیدا میکنه، پس شباهت ها داره چی میشه؟ کم میشه. افزایش تشابه، افزایش تشابه یعنی کاهش تفاوت، افزایش تفاوت یعنی کاهش تشابه. اینا رو بازی با کلماته. خب اساس جدا شدن دو شاخه در سلسله جانوران چیه؟ نوعی بافت پیوندی، یعنی ستون مهره که استخوانیه و هدفش چیه؟ محافظت از نخا. نخا چیه؟ تناب عصبی. باری کلا، پس اون سواله رو تو میتونستی به راحتی جواب بدی اگر اینو میدیدی. خب اساس جدا شدن سلسله باکتری ها از سایر موجودات، اساس جدا شدن فرمانرو یا سلسله باکتری ها از سایر موجودات چیه؟ عدم وجود هسته مشخص. باکتری هسته نداره، یعنی قشایی دور ماده ژنتیکش رو در بر نگرفته. دور ماده ژنتیک قشای فسفولیپیدی نداریم. و قبل از اینکه تعریف گونه رو بگم نکته کارآموزم چی گفته؟ گفته بچه‌ها یکی از مهمترین و اولین کلیدهای جراحی در طبقه بندی موجودات وجود یا عدم وجود هسته است که هسته مشخص در اون یاخته است، که در برخی از یاخته ها قشای فسفولیپیدی یا همان قشای یاخته دو تا دور ماده ژنتیک یا دی ان ای یا دی ان ا را گرفته است که به این موجودات یوکاریوت یا هو هسته ای میگن. اگر یاخته مورد نظر ما این قشا رو نداشته باشد و ماده ژنتیک به بخش داخلی قشای یاخته متصل باشد، یعنی ماده ژنتیک رفته یک گوشه سیتوپلاست جذب شده، خوشو چسبونده به قشا، دورش کسی چیزی نگرفته و به گوشه سیتوپلاست جمع شده باشد، به آن یاخته پروکاریوت یا پیش هسته‌ای گفته میشه، که مهمترین مثال آنها چیه؟ باکتری هاست. اینم نکته کارآموز گلم. خب بله بله سوگن از آیا میدانید ها در تیسوشان سوال میاد، در نمونه دولتی نمیاد ولی در تیسوشان میاد. ما سوالای نمونه دولتی هم لابلای سوالامون هست بچه ها، نگران اون هم نباشه. اگر کسی واسه نمونه دولتی داره میخونه نگران نباشه، ولی خب به سختی تیسوشان هم قطعا نیست دیگه، سوالش آسان تره. خب نکته بسیار مهم، پروتئین های قشای یاخته و هسته، یعنی هم قشای یاخته و هم قشای هسته هر دوتاش با رنگ متیل آبی یا متیلن بلو، متیل آبی یا چی؟ متیلن بلو، بگو تکرار کن، متیلن بلو رنگ آمیزی میشون به رنگ آبی در میاد. این در حالی است که از محل یود یا لوگول برای رنگ آمیزی نشاسته به رنگ آبی استفاده میشون. پس ببین لوگول یا یود کی رو رنگ آمیزی میکنه؟ نشاسته رو به رنگ چی؟ رنگ آبی. متیلن بلو کی رو رنگ آمیزی میکنه؟ پروتئین های قشای یاخته و قشای هسته رو. پس برگردم بالا، اینجا یوکاریوت ها متیلن بلو بزنیم
چند لایه رنگی میشه؟ یه لایه قشای یاخته است که رنگی میشه، دو لایه قشای هسته است که رنگی میشه. هسته بچه ها دو لایه قشا داره، خب هسته دو لایه قشا داره، پس سه لایه حداقل رنگی میشه. به علاوه چون اندامک های قشادار هم داریم، تعداد لایه هایی که رنگی میشه خیلی بیشتره. مثلا لیزوزوم برای خودش چیز داره، از آخر شما که بگو قشا داره، شبکه اندوپلاسمی قشا داره، لیزوزوم قشا داره، راکیزه قشا داره، کروپلاست قشا داره. خب پس ما تو یوکاریوت ها بیش از یک قشا، بیش از یک لایه رنگ میگیره اگر با متیلن بلو رنگ آمیزی کنیم، ولی در پروکاریوت ها فقط یک لایه، فقط یک لایه با متیلن بلو رنگ میشود، چون فقط یه دونه قشای یاخته است، تموم شد و رفت، هیچ ساختار قشادار دیگری نداره، که حالا جلوتر در مورد باکتری ها صحبت میکنه. حال میکنی یا نه؟ حال میکنی یا نه؟ خاطر نگران نباش، توی فایل جزوه رو که تو پنلتون قرار گرفته دیگه، درسته؟ تو پنلتون قرار گرفته، این همون ابتدای کلاس که می‌خوایم ورود پیدا کنین، یه قسمتی هست دریافت جزوه، اونو می‌زنین، فایل داخلش هست، اون بارکد و همه چی هم داخلش هست، همه چی اونجا هست، نگران نباشید. ماشاءالله ماشاءالله، یونس هم هست، به به به، مهشاد، مهشاد بچه‌ی فکر کنم جدیدی. مهشاد پرسیده که قشای فسفولیپیدی، قشای فسفولیپیدی ببین مهشاد جان، ما در ساختار یاخته ساعت چند؟ اوه 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 دیره واقعا ساعت اینه؟ من اصلا باورم نمیشه، یه از الان تعجب کردم، من یه ساعت دیگه بدم از آخر شما که اردم خواهد شما که چی داشتم بهت میگفتم، آها قشای یاخته، قشای یاخته یک مجموعه از مولکول های به نام فسفولیپیده، کتاب هفتمت فصل 11 رو برو نگاه کن، ساختار یاخته رو بهت که داره نشون میده. این بالا بر مولکول های فسفولیپیدی یه سری پاهای آبگریز دارن، دومای آبگریز دارن، یه سری سر آبدوز، اینا تو دو لایه، یه سری فسفولیپیدا سرشون به سمت بالاست، یه سری فسفولیپیدا سرشون به سمت پایینه، و پاهاشون به سمت همه وسط چربی قرار میگیره. این به این میگن قشای فسفولیپیدی. وقتی دور تا دور سلول رو در بر میگیره و توش پروتئین به کار میره بهش میگن قشای یاخته. باکتری هم قشای یاخته رو داره، چون ساختار یاخته‌ای داریم. بریم آقا خیلی کار داریم. نکته ترکیبی، مقایسه هرم انرژی و طبقه بندی جانداران. هرم انرژی مال کجاست؟ فصل 15. طبقه بندی جانداران مال کجاست؟ فصل 11. نکته ترکیبیه. در هرم انرژی، هرم انرژی چی بود با هم یه مرور کنیم. میگفت اون تولید کنند، طبقه پایین تولید کننده ها بودن، هر طبقه که میومدی بالا 10% فقط از انرژی منتقل میشد، 10% میرسید به گیاهخوار، 10% اونا میرسید به گوشخوار اول، 10% به گوشخوار دوم، همینجوری میرفت تا بالا. خب میگه که در هرم انرژی در هر طبقه مقدار انرژی موجود نسبت به طبقه پایین کمتر است. خب ما تو هر طبقه انرژی کمتری نسبت به پایین داریم، میگه فقط 10% رفته بالا. این در حالی است که در طبقه بندی جانداران در هر طبقه جمعیت هر یک از گروه ها نسبت به گروه های طبقه قبلی کمتر باشه، جمعیتشون اینجا کمتره، پس اینجا انرژی نسبت به قبلی کمتره. اینجا ما هر چقدر میریم تو گروه های به قول معروف بعدی، میریم به سمت، از سمت سلسله میریم به سمت گونه، جمعیتمون داره کم میشه. توی هرم انرژی داره انرژی کم میشه، توی هرم، توی طبقه بندی جانداران داره چی کم میشه؟ جمعیت کم میشه. در طبقات اولیه هرم انرژی، یعنی اینجا که تولید کننده ها گیاه و جلبک و اینجور چیزا، گفته هماننده طبقات اولیه در طبقه بندی جانداران گونه های مختلفی کنار هم قرار گرفتن. بله هر جانداری که فتوسنتز کنه، هر کی به فوتوه من دارم میگم، اصطلاح علمی نیست، هر کی به فوتوه یعنی فتوسنتز کنه، کیه؟ گیاه، جلبک، باکتری فتوسنتز کننده، تموم شد و رفت. قارچ فتوسنتز نمی کنه، اشتباه نکنی. خب در طبقات نهایی انتهایی طبقه بندی جانداران، برخلاف طبقات انتهایی هرم انرژی، تنها یک گونه جاندار وجود داره. ببینید تو طبقه بندی جانداران آخرین طبقه که بهش میرسیم گونه است، پس یک گونه وجود داره، ولی تو طبقه بندی انتهای هرم انرژی گوشخاران نهایی وجود دارن. مثلا ممکنه عقاب و مثلا ممکنه چه میدونم
عقاب و کرکس و شاهین و فلان و اینا انواع اقسام گوشخاران خیلی خفن اون بالا باشن، در درسته که انرژی کمی داره بهشون میرسه ولی ممکنه گونه‌های مختلفی وجود داشته باشن. پس اینم نکته مهمیه. بین طبقه اول و دوم هرم انرژی، یعنی بین گیاه و گیاهخوار، خب نوعی کلید شناسایی دوراهی و اساس وجود یا عدم وجود فتوسنتز دیده میشه. درسته؟ ببین من وقتی میخوام این طبقه اولو از بقیه این طبقات جدا بکنم یک کلید دوراهی به کار میبرم، اونم چیه؟ وجود یا عدم وجود فتوسنتز. اگه فتوسنتز کنه میره تو طبقه اول، اگه نکنه میره تو طبقات بالایی، حالا دوم سوم چهارم هر جا میخواد قرار بگیره. خب این هم از این نکات ترکیبی عالیه ها. یعنی اگر از هرم انرژی و طبقه بندی جاندارم امسال ترکیب کنه دیگه باید چیکار کنی؟ سجده شکر بیاری که تو بلدی این نکات رو. خب بریم سراغ باکتری ها. باکتری ها دارای ساختار یاخته ای هستن. یعنی چی دارن؟ دیواره یاخته ای دارن که غیر سلولوزیه، گیاهان سلولوزی هن فقط، حتی قارچ هم سلولوزی نیست. خب اینا نقطه ها افتاد. خب قشای فسفولیپیدی داره که توضیحش رو دادیم. ماده ژنتیک دی ان ای حلقوی داره توی باکتری بدون قشای مشخص، یعنی فاقد هسته هستیم. تجمع این ماده ژنتیک در گوشه از یاخته میبینیم و اتصالش به قشای یاخته. اندامک های بدون قشا چی داریم؟ یه دونه فقط رناتن داریم، یه دونه چی؟ اسکلت سلولی، که رناتن کارش پروتئین سازیه، اسکلت سلولی حفظ ساختار یاخته. گیرنده های سطحی داره، به خاطر همین ما میتونیم علیهش پادتن درست کنیم، اتفاقی که واسه ویروس به راحتی نمیفته چون ویروس قشا نداره، گیرنده سطحی هم نداره، پادتن سازی براش سخت میشه، ولی باکتری ها رو ما میتونیم براشون پادتن بسازیم. اینا میتونن مقاومت علیه آنتی بیوتیک پیدا کنن، چون آنتی بیوتیک ماده ای که اینا رو از بین میبره، پادسیست یا آنتی بیوتیک ماده ای که اینا رو از بین میبره. و این مقاومت علیه آنتی بیوتیک قابل انتقال به سایر باکتری هاست، یعنی یه باکتری که مقاوم میشه میتونه به باکتری دیگه این مقاومت رو قرض بده یا اصطلاحاً به صورت ارضی به ارث برسونه، چون ما وراثت رو به صورت عمودی داریم همیشه، ولی این به صورت ارضیه. خب برخی این نکته فراتر از کتاب، برخی از باکتری ها برای حرکت تاجک دارن و برخی در شرایط مقاوم و سخت هاگ یا اسپور میسازن. هاگ اینا با هاگ قارچ و هاگ گیاهان فرق میکنه. هاگ اینا درون ساختارشونه، برای اینکه ماده ژنتیکیشون رو محافظت بکنن، درون قشاشونه و قشا و دیوار یاخته اینا از بین میرن تو شرایط سخت، این ماده ژنتیک رو حفظ میکنه تا جایی که به شرایط مساعد برسه. شکل‌های گوناگون دارن باکتری‌ها و تو زیستگاه‌های مختلفی زندگی میکنن، در همه جا یافت میشن، مثل دریاچه‌های نمک، یخ‌های قطبی و چشمه‌های آب داغ. طبقه بندی باکتری‌ها بر اساس شکلشونه، یا کروی‌ان یا میله‌ان یا رشته‌ای، یا کروی‌ان یا میله‌ان یا رشته‌ای. باکتری‌های مفید، باکتری‌های مفید در بخش‌های مختلفی از بدن ما میتونن زندگی بکنن. مثل کجا؟ مثل دستگاه گوارش، که تو دستگاه گوارش ما چیکار میکنن؟ سلولوز مصرف میکنن. دقت کن، سلولوز چیه؟ سلولوز قند ساختاری گیاهانه. خب و در ازاش چیکار میکنن؟ تولید ویتامین میکنن. چی؟ ویتامین B و ویتامین K. ویتامین B محلول در آب، ویتامین K چیه؟ محلول در چربی. ای محلول در چربی ها چیا بودن؟ دکه. بریم دکه، بریم محلول در چربی بشیم، بریم دکه. دی ای کا ای ویتامین های محلول در چربی. ویتامین های بی و سی چیه؟ محلول در آب. و وقتی من میگم که باکتری من میتونه انواعی از ویتامین های ب و کا رو در ازای مصرف سلولوز که قند ساختاری گیاهان هست، خب اینو مصرف بکنه و در ازاش به من ویتامین ب و کا بده، پس میتونه نوعی ویتامین محلول در آب و نوعی ویتامین چی بده؟ محلول در چربی بده. رزمینا، باکتری ها پای کاذب ندارن، با پای کاذب مال کیه؟ مال آغازیان، اشتباه نکن. با انسان چه استفاده از باکتری ها میکنه؟ پاکسازی محیط زیست میکنه، گیاهان مقاوم به آفت به وجود میاره. برای تولید دارو مثل انسولین هم از مهندسی ژنتیک ازش استفاده میکنن. تولید مثلشون به چه صورتی هست؟ دوتایی، هر 20 دقیقه یک بار،
تقسیم غیر جنسی، این دوتایی نوعی از تقسیم غیر جنسی هستش که یاخته‌های کاملا مشابه رو به وجود میاره و طول مثلش رو از نوع دوتایی هر 21 بار تقسیم میشه و عرضم به خدمت شما که یاخته‌هاشون چون طول مثل غیر جنسی کاملا مشابه همه، برای محاسبه تعدادشون هر 20 دقیقه یه 2 به توان n، یعنی چی؟ یعنی شما فرض کن 3 تا 20 دقیقه بگذره، یعنی چقدر؟ 1 ساعت. اگه 1 ساعت بگذره تعدادشون میشه 2 به توان 3. تموم شد و رفت. 20 دقیقه ها رو بشمر بذار تو توان 2 به توان n. n تعداد 20 دقیقه هاست. خب به این ترتیب تقسیم میشن. تعریف گونه رو فکر کنم یادمون رفت بگیم اون بالا، چون داشتیم نکته چیزو میگفتیم. تعریف گونه هم بچه خیلی مهمه، اینم بگیم. تعریف گونه جانداران شبیه به هم هستن که بتونن با همدیگه تولید مثل کنن و زاده هاشون زیستا و زایا باشن. یعنی چی؟ یعنی جاندارانی که بتونن با هم تولید مثل بکنن. بچه هایی که دنیا میارن خود اون بچه ها تا سن بلوغ عمر کنن و بعد اونها بتونن توانه این داشته باشن که بچه دار بشن، میشه چی؟ میشه زیستا و زایا بودن. زیستا یعنی تا سن بلوغ عمر کنه، زایا یعنی خودش بتونه تولید مثل کنه و بچه به دنیا بیاره. درست؟ این از این. برگردیم. خب ویروس ها، ویروس ها مرز بین موجودات زنده و غیر زنده هستن. ساختارشون یک ماده ژنتیک به علاوه چی؟ یک پوشش پروتئینی یا کپسید. ماده ژنتیک گفتیم یا میتونه دی ان ای باشه یا آر ان ای توی ویروس ها. ویروس ها خارج بدن زنده بدن موجودات زنده توانایی تکثیر ندارن. ببین خارج از بدن موجودات زنده، خارج از بدن موجودات زنده یعنی کجا؟ یعنی خارج از یاخته ها، خارج از یاخته ها. دقت کن، اگر تو مایه میان بافتی ما باشن هم زنده محسوب نمیشن، زمانی که وارد یاخته میشن تازه زندن. خب اینو حواست باشه، منظور از خارج از بدن خارج از یاخته های بدن هستش. خب اینو اضافه کن. ویروس ها ساختار یاخته و اندامک ندارند. ویروس ها ساختار یاخته و اندامک ندارند. به علت استفاده ویروس ها از ساختارهای یاخته میزبان، ویروس ها رو انگل در اون یاخته میدانند. این همون کلیپی بود که تو اینستاگرامم گذاشتم. خب به خاطر اینکه هر ما انگل در اون یاخت، انگل چیکار میکنه؟ از منابع و ساختارهای میزبان استفاده میکنه تا چیکار کنه؟ به نفع خودش رشد بکنه. این ویروس ها چون از ساختارهای داخلی میزبان استفاده میکنن، انگل در اون یاخته محسوب میشن. ویروس ها میتوانن دارای بخش از قشای یاخته میزبان باشن، یعنی میتونن موقعی که دارن تقسیم میشن قشای یاخته میزبان دور خودشون بپیچن، اون جزئیات ساختار خودشون محسوب نمیشه، برای فریب دادن سیستم ایمنیه. میتونن بدون قشای یاخته باشن که در اون صورت هم چون گیرنده نداریم، چون گیرنده سطحی نداریم، خب بدن سیستم ایمنی بدن نمیتونه شناساییش بکنه. درست؟ دیواره باکتری ها از جنس پپتید و گلیکان هستش، به قول معروف کیتین مال قارچه، قارچه که دیواره باکتری دیواره یاخته‌ش کیتینه. عرضم بخیر شما که مدتی در ویروس ها میتونن مدتی در این یاخته ها باشن ولی تکثیر نشن، یعنی عدم بروز علامت و نشانه های بیماری، مثل بیماری کجا؟ ایدز، که سالها میتونه علائم نشون نده. وقتی یه ویروسی میره درون سلول و علائم نشون نمیده بهش میگن دوره چی؟ دوره کمون. دوره کمون. ویروس ها ولی منتها حتما اینا میتوانند بود، خب اینجا حتمنه، ویروس ها حتما بعد از ورود به درون یاخته چیکار میکنن؟ ماده ژنتیک خودشون رو وارد ماده ژنتیک میزبان میکنن. ویروس ایدز هم که ویروس نقص ایمنی بدن انسان هست، انگل درون یاخته ای محسوب میشه. میزبانش یاخته های لنفوسید تی که نوعی از گویچه های سفید بدن هست محسوب میشه و باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه. چرا؟ چون وقتی میره داخل سلول های لنفوسید تی، لنفوسید تی کسایی هن که خودشون مسئول شناسایی سلول های آلوده، وقتی میرن وارد اینها میشن و اینا رو میترکونن، بدن دیگه نمیتونه تشخیص بده کدوم سلول بدن آلوده شده، با همین سیستم ایمنی ضعیف میشه. وقتی سیستم ایمنی ضعیف شد، در اصل یک بیماری ساده مثل سرماخوردگی هم میتونی خدای نکرده بمیری. دوره کمونش طولانیه، بدون هیچ علامتی درون یاخته ها پنهان شده تا سالها. فرد مبتلا بدون علامت ناقله، فرض اینکه مبتلا باشه ولی علامت نداشته باشه ناقل محسوب میشه. تو این زمان تکثیرش چیه؟ همزمان با میزبان هست،
یعنی توی این زمان دوره کمون هم یا ویروس داره تکثیر میشه، ولی همزمان با یاختمون تکثیر میشه، بیش از حد تکثیر نمیشه. اگر بخواد بیش از حد تکثیر بشه چی میشه؟ سلول میترکونه. خب یه نکته من اینجا دارم، کجاست نکته؟ این نکته رو بیارم چون نکته مهمیه. اینجا ببین، بیماریزایی باکتری و ویروس رو نگاه کن. بیماریزایی باکتری دو نوعه. باکتری یا میاد چیکار میکنه؟ یا میاد تکثیر میشه درون یاخته بدن به واسطه استفاده از منابع یاخته. باکتری کارش چیه؟ میگه آقا من میام از گلوکوزت استفاده میکنم، از ATPت مصرف میکنم، از پروتئینت مصرف میکنم، خب؟ و چیکار میکنه؟ و تکثیر میشه. وقتی زیاد از حد تکثیر شو، تکثیر بیش از حد باعث چی میشه؟ تخریب یاخته میشه. خب؟ یه حالت دیگه‌ش اینه که میاد سم تولید میکنه. سم تولید میکنه، سمه میاد یا ساختارها رو تخریب میکنه یا در عملکرد یاخته اختلال ایجاد میکنه. مثل سمومی که داخل چی هست؟ قوطی کنسرو هستن. خب؟ که ما میجوشونیم از بین میره. ولی بیماریزای ویروس چجوریه؟ فقط با تکثیر بیش از حده و چیکار میکنه؟ و از ساختار و منابع استفاده میکنه. یعنی هم از ساختارها استفاده میکنه هم از منابع، با این فرق میکنه. این فقط از منابع استفاده میکنه، اما ویروس هم از ساختار استفاده میکنه هم از چی؟ از منابع. خب هر دوتاش هستم. این از این. خیلی خب، میدونم زمانمون کمه ولی نکته زیاده. حالا ادامهش رو ما جلسه بعد میریم، این جلسه چون یه خورده به قول معروف توضیحات مقدماتی داشتیم، خورده بخاطر اون طول کشید. خب بریم یه سوال دیگه هم حل کنیم، چون سوال قشنگ داریم. بزنم کدوم سوال حل کنیم که باحال باشه؟ اینو حل کنیم، این سوال باحالیه. این سوال حل کنیم بچه ها. من توی مدت سوالی که اینجا داریم میپرسین رو میخونم. این سوال حل کنیم. دکه زهرا پرسیده، دکه میشه ویتامین های محلول در چربی دی، ای، کا و ای. باکتری های فتوسنتز کننده اسمشون نیومده، ولی باکتری ها میتوانن فتوسنتز کنن. خب عرضم به خدمت شما که من واقعا باورم نمیشه، به من که خیلی خوش گذشتون اصلا ساعت زمان رو نفهمیدم و خیلی هم مطلب زیاده. خب یه ذره اینو میاری پایین من سوال رو ببینم. ببین ویروس، آره عبدالله، در هر دو حالت داره سیستم ایمنی ما رو چیکار میکنه؟ فریب میده. چرا؟ چون اگر غشا دور خودش بپیچه ما فکر میکنیم سلول خودیه، بهش اجازه عبور میگیم. اگر که به قول معروف غشا نداشته باشه، گیرنده نداره، شناسایی نمیشه. آر ان ای یه نوع ماده ژنتیک دیگه است که داخل سلول وجود داره. شما فقط بدونید ویروس ها میتونن دی ان ای دار یا آر ان ای دار باشن در همین حد. خب بیا پایین تر. دانلود نمیشه ملینا، میگه دانلود نمیشه. حالا ادمین رو بررسی میکنه، مشکل نداره. آمیپا که نوعی از آغازیان هستن، اونا پای کاذب دارن. آره ماهده درسته. بیایم پایین تر. آها میگن که اگه دانلود نمیشه از ویندوز استفاده کنیم، با گوشی نه. بله ما جز باکتری ها پروکاریوت های دیگه هم داریم، ولی شما تا سال 12 هم فقط باکتری میخونید. خب بیا پایین تر. پایین تر بیا. بیا پایین تر. زمان برای خلاصه نویسی بچه همیشه هست، ولی بستگی به سرعتت داره. اگه خیلی طول میکشه تا خلاصه نویسی بکنی، بهتره که چند تا مبحث رو به صورت گزینشی این کار انجام بده. ببین میرسی یا نه. مثلا همین فصل 11 رو که خوندی، جزوه‌اش هم داری، بخون ببین میتونی آیا خود خلاصه کنی یا نه. اگه دیدی سرعتت خوبه این کار انجام بده. خب یه خورده به پایین تر. هرم انرژی رو که توضیح دادم چی بود. هرم انرژی نشون دهنده اینه که چند درصد از انرژی از تولید کننده به مصرف کننده، اول که گیاهخواره میرسه، چند درصد به گوشتخوار میرسه، چند درصد به گوشتخوار بعدی و همینطور میره بالا. آره بعضی از بچه‌ها میگن ما مدرسه‌مون هنوز درس 11. خب دیگه اگه واقعا هنوز درس 11 چون اینا علومن دیگه، چون به قول معروف از اول درس‌های دیگر خوندن، اشکال نداره. شما باید یه مقدار کتاب درسی تو بخونی پیش جلوتر. خب من حالا یه توضیح در این مورد توی پیجم میدم که بچه‌هایی که علوم بودن چیکار بکنن که برسن، ولی یه کوچولو بس بیشتر همت بکنن دوستانی که این وضعیت رو دارن.
اشکال نداره تاخیر داشتی ویدیو آفلاین رو ببینیش، مشکل نداره محمد جان. ویروس ها نه یوکاریوت ها نه پروکاریوت مرز بین موجودات زنده و غیر زنده محسوب میشن. خب برگردیم بالا، فکر کنم از اون بالا بچه ها دارن سوال میپرسن دیگه، اینجا رو همه رو گفتیم. مولکول های عالی شد چیا؟ شد عرضم به خدمت شما که پروتئین ها، کربوهیدرات ها، لیپید ها و اسید های هسته ای. با کیو آر کد متین، اونو با کیو آر کد رو گوشی سامسونگ که کیو آر کد داشته باشه، شاید آیفون هم داره، ولی میزنید اسکن که میکنید لینکش براتون میاد. اگر از اون راست تخته تو پیج خودم میرید فایلش اونجا هم هست، پستش رو میبینید. خب سوال 9 کی حل میکنه؟ داوطلب بیاد بالا. کتاب آیدا تو این زمان لازم به کتاب جدید معرفی نمیکنم، هر چی تست لازم باشه داخل جزوه و تکالیفی که بهتون میدم هستش، فعلا دیگه کتاب جدید معرفی نمیکنم چون وقتشو ندارید. خب بریم، خودمون بریم دیره. خیلی سلام استاد، وقتتون بخیر. اومدی، مرسی. سلام مهدی، تویی؟ بله استاد. ببین دیگه شناختم، ببین اسما رو اول نمیشناختم ولی دیگه الان اسما رو اصلا کلا به اسم خورده به صدا چی میگن سخت شناسایی میکنم، ولی الان دیگه صدات رو یاد گرفتم. خب بگو مهدی، شروع کن. خب استاد، سوال 9 گفته که در یک کارخانه تولید کنسرو ذرت واحد تحت عنوان واحد کنترل کیفی تأسیس شده که کیفیت مواد موجود در هر پرسه در واقع کنسرو رو بررسی میکنه و وجود یا عدم وجود سموم رو گزارش میکنه. باشا. اگه جدول زیر مشخص کننده بخشی از اطلاعات به دست اومده از آزمایش های اونها باشه کدوم گزینه درسته؟ خب استاد اگر جدول رو بررسی کنیم، اگر نگاه کنیم اولیش درصد سلامت مواد غذایی 70% بوده، بعد میزان سموم 1.8 8 گرم بوده، بعد نمونه دوم 80 بوده، خب یک مقدار درصد غذایی بالاتر بوده و میزان سموم باز اومده بالاتر. بنابراین طبق این چیزی که حالا ما داریم بین حالا نمونه یک و دو میبینیم، گزینه یک گفته بین میزان درصد سلامت مواد غذایی و مقدار سم همیشه رابطه مستقیم وجود داره. خب استاد این اشتباهه، به خاطر اینکه توی گزینه یک در واقع اگر نمونه یک رو نگاه کنیم ما الان میبینیم اینجا درصد در واقع سلامتمون 70ه، اما خب میزان سممون اینجا 1.8ه، اما اونجا اومده گفته که درصد سلامت مواد غذایی اومده زیاد شده و در واقع بیشتر شده، اما خب اینجا دوباره اومده در واقع 1.8 نام شده 2، بنابراین بیشتر شده و خب این اشتباهه. اما دوباره اگه گزینه 4 رو نمونه 4 رو نگاه کنیم اینجا کمتر شده اما دوباره بیشتر شده، بنابراین نمیتونیم با قطعیت بگیم رابطه مستقیم وجود داره و خب این گزینه به نظر من اشتباهه. بارک الله. پس ما اگر نمونه 1 با 4 رو بررسی کنیم و 1 با 2 رو بررسی کنیم، ببینیم که این همواره‌ای که اومده مطرح کرده، همیشه‌ای که مطرح کرده غلطه. اینجا مثلا شده 3.5 میزان سم زیاد شده، کیفیت اوف کرده، ولی اینجا میزان سم زیاد شده، کیفیت اوف نکرده که بهترم شده. پس ارتباطشون لزوما با هم مستقیم نیستش، ممکنه توی یکی بیشتر باشه که یکی کمتر باشه. خب گزینه 2. خب گزینه 2 گفته که باکتری های داخل قوطی کنسرو که از کربوهیدرات های موجود در واقع در کنسرو تغذیه میکنن، خب تا اینجا درسته. بعد گفته در صورت ورود به بدن انسان بیماری‌زا نیست. خب استاد حالا طبق چیزی که من خوندم و طبق چیزی که توی اطلاع جمع‌آوری کننده کتاب بود، گفتیم که سم در واقع این باکتری برای بدن انسان مضر هست، ولی خود باکتری رو در مورد چیزی نگفتیم که آیا برای بدن انسان مضر هست یا نه. اما اگر که ما در واقع بخوایم از این کنسرو در واقع تغذیه بکنیم داخل اون باکتری باشه، خب قطعاً سمی هم تولید کرده و خب اگر که اون سم به همراه اون باکتری وارد بدن ما بشه بیماری‌زا هست. حالا نتیجه چی شد؟ خب این گفته که در صورت ورود به بدن انسان باکتری ها در واقع بیماری‌زا نیست، بنابراین به نظر من اینم دور این میتونه درست باشه، اما خب این رو من با قطعیت نزدم و رفتم سراغ گزینه بعدی. فعلا نگاش می‌داریم. خب بارک الله، گزینه که شک داریم و نگاه می‌داریم، گزینه دیگه بررسی می‌کنیم. خب گزینه 3 رو بگو. خب گزینه 3 گفته که در صورت جوشاندن قوطی کنسرو بقایای سموم و در واقع دیواره باکتری و قطعاتی از غشا یافته و هسته باکتری یافت می شود. خب اینجا گفته که اگر که در واقع بجوشونیم اون قوطی کنسرو رو، بقایای سموم ممکنه که باقی بمونه. خب ما در مورد اینکه بمونه یا نمونه چیزی نخوندیم توی کتاب درسیمون، میریم سراغ ادامه قسمت. گفته دیواره باکتری و قطعاتی از غشایی یافته هم ممکنه یافت بشه توی اون. خب استاد در مورد این قسمت ما اگر بخوایم نگاه کنیم در مورد اینکه حالا دیواره باکتری باقی بمونه یا نمونه، ما اینجا چیزی توی کتاب نداشتیم، اما به نظر من این گزینه اشتباهه، به خاطر اینکه اگر بقایای سموم قرار باشه باقی بمونه، خب ما بالاخره بیمار میشیم
و برای همین به نظر من این گزینه رو میتونیم رد کنیم. ببین بقایا که میگه، یعنی شما وقتی یه چیزی رو از بین میبری واکنش میده، یه باقی مانده ای داره، یه تولید ماده ای تولید میشه که اون باقی مانده ای اونه، خب این محصول بعدی به وجود میاد. خب این بقایا منظورش اونه، یعنی بقایای بازمانده از اون. خب حالا حتی اگر ما این بقایای سمو و دیواره باکتری و قطعاتی از قشای یاخته رو درست در نظر بگیریم، قطعاتی از قشای هسته رو نمیتونیم درست در نظر بگیریم، چون باکتری هسته نداره. علت رد گزینه 3 هسته است. خب این از این گزینه 4. گزینه 4 گفته که نمیتوان گفت مقدار، حالا در اون ستاره قطعا از سایر نمونه ها کمتر. خب بزنین درسته، به خاطر اینکه ما اومدیم بررسی کردیم، دیدیم در سلامت مواد غذایی بعضی اوقات با بالا رفتنش در واقع رابطه مستقیم داشت، بعضی اوقات نداشت. بنابراین ممکنه که حالا مثلا قوطی کنسرو توش آلودگی داشته باشه یا آلودگی از یه جای دیگه وارد در واقع اون مواد غذایی شده باشه. بنابراین ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که اون 100% مقدارش از سایر نمونه ها کمتره. آره ببین ما هر درست میگی، کاملا درست، سلامتمون بافتمون 100% هستش، ولی نمیتونیم قطعا بگیم که باکتری اونجا اصلا سم تولید نکرده، ممکنه سم تولید کرده باشه ولی به قدر نبوده باشه که درصد سلامت ماده غذاییمون رو به خطر بندازه، و این ممکنه که مقدارش قطعا کم هست، ولی از آخر شما که ممکن هم هستش که به قول معروف کمتر از بقیه نباشه، ممکنه اصلا از این 3.5 مثلا کمتر، مثلا از اون 1.8 کمتر نباشه، مثلا به طور مثال دارم میگم. خب چون رابطه مستقیمی نیست، پس اینکه گفته قطعا کارو خراب کرده، پس گزینه 4 هم رد میشه و گزینه 2 درسته. حالا چرا گزینه 2 درسته؟ خیالتو راحت کنم، باکتری ها وقتی تو کنسرو هستن دارن به صورت بی‌حوازی زندگی میکنن و سم تولید میکنن. خب این تا اینجاش درسته، و وقتی دارن به صورت بی‌حوازی زندگی میکنن از مواد عالی میخوان، پس میان از کربوهیدرات های موجود استفاده میکنن، تا اینجاش هم درسته. قسمت دوم، اگه وارد بدن بشن بیماریزا هستن یا نه. ببین باکتری فقط یک نوع بیماریزایی داره، گفتیم الان بیماریزایشو مرور کردیم، یا میره درون سلول تکثیر میشه بیماریزایی میکنه، یا با سمش داره بیماریزایی میکنه. پس وقتی بیماریزای این باکتری از نوع سم میشه، خودش وارد خون بشه، به تنهایی بیماریزا نیست، مگر اینکه به قول تو وارد بشه و اونجا سم تولید کنه که بیماریزا بشه. پس جواب گزینه 2 هستش. ممنون استاد. آخه من برای همین گزینه 3 و 2 در واقع شک داشتم که اگر که وارد بدن بشه و اونجا سم تولید کنه چه اتفاقی میفته. حالا اونم چه جوری رد میشه؟ به خاطر اینکه باکتری های بی حوادی وقتی در معرض اکسیژن قرار میگیرن اتفاقا از بین میرن. یعنی شما در قوطی کنسرو باز کنی، خود باکتری مرده، فقط سم میشه که باقی مونده. اینم اینطوری رد میشه. بس خیالت راحت باشه تو این جور سوالا. ممنون استاد، خسته نباشید. قربانت. خب بچه ها زمانمون چون گذشته و اینجا دیگه خورده بد میشه از نظر زمان اومدی، کلاس بعدی به هم میریزه، من مجبورم کلاس رو تموم کنم، ولی هنوز مطلب مونده تو این قسمت. خب و ادامه این رو جلسه بعدی با هم دیگه میریم جلو، و نگران نباشین، من هیچ مشکلی ندارم تا جایی که به قول معروف جزوه با کمال و تمامش و تمام سوالهاش حل بشه و بررسی بشه، تمام نکات گفته بشه، من انرژی میذارم، هر چقدر زمان و هر چقدر جلسه لازم باشه هیچ مشکلی نداره. پر انرژی و پر ATP میریم میتره کنیم. مرسی کوثر، مرسی بچه ها، امیدوارم که پر انرژی باشی. اگر سوالی هم بود حتما 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 از من توی قسمت آفلاین کلاسینو بپرسین. قسمت سوال اول فاز زمان آخرین سوال جواب بدم. ویروس ها در بیرون از بدن جانداران چیه؟ غیر زنده است و ساختار بلوری و جامد داره. مرسی بچه ها، مرسی یلدا خانوم، مرسی. من کلی رفیقای جدید این جلسه پیدا کردم، بچه های جدید ازم خواهش شما، مرسی خاطر، مرسی مریم، مرسی مهدیه، همه پر انرژی بودین، واقعا خوشحال شدم از دیدنتون و امیدوارم که تو جلسات بعدی هم پر انرژی و پر ایتیبی بریم جلو و بهتر کنیم. اصلا هم نگران نباشی، جلسه بعدم آزمون داریم حتما، و تحلیل آزمون رو به صورت آفلاین بعد از کلاس براتون حتما بعد از هر جلسه ببینید. ویدیوها رو چندین بار مرور بکنید، جزوات رو مرور بکنید، جزوه رو حتما دانلود کنید و پرینت کنید و همراهتون باشه. پر انرژی میتره کنیم، فعلا خسته نباشید.